زمینه پیدایش و تحول نهضت ملی دکتر عظیمی احتیاج به معرفی ندارن، ولی من با کسب اجازه از ایشون یک شرح حال خیلی کوتاهی رو خدمت شما میخونم و یک خبر هم داریم اعلام میکنم و بعد دکتر شروع میکنم. فخرالدین عظیمی پس از کسب مقام اول در کنکور سراسری در حوزه علوم انسانی لیسانس خود را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی دریافت کرد. سپس برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت، از دانشگاه لندن فوق لیسانس گرفت و دکترای خود را در رشته تاریخ در دانشگاه آکسفورد به پایان رساند. در طول دوران تحصیل و اقامت در انگلستان چندین سال را به تحقیق پیگیر در بایگانی اسناد ملی آن کشور گذراند و نخستین ایرانی بود که اسناد مربوط به ملی شدن نفت ایران و حکومت دکتر مصدق را به تفصیل بررسی کرد. او این تحقیقات را درباره دوره‌های دیگر تاریخ مدرن ایران نیز ادامه داده است و در بایگانی‌های اسناد ایران و آمریکا هم به پژوهش پرداخته است. پژوهش‌های او بر تاریخ، سیاست و فرهنگ ایران مدرن متمرکز است. دکتر عظیمی در سال 91 در دانشگاه کنتیکت به تدریس پرداخت و اکنون استاد تاریخ در همان دانشگاه است. او برنده جایزه تحقیقات عالی و عضو برگزیده انستیتوی پژوهش‌های علوم انسانی آن دانشگاه نیز بوده است. گذشته از نوشته‌های فراوان به زبان انگلیسی، از جمله در دانشنامه ایرانیکا مقالات فراوانی نیز به زبان فارسی نوشته است که در مجلاتی مانند نگاه نو به چاپ رسیده است. این پژوهشگر تاکنون کتاب‌های زیر را تألیف کرده است: The Quest for Democracy in Iran: A Century of Struggle Against Authoritarian Rule. این کتاب جدید دکتر است که در سال 2008 چاپ شده. امشب احتمالاً چند نسخه از این کتاب رو اینجا خواهیم داشت. کسانی که علاقه‌مندن امضای دکتر رو پای کتاب داشته باشن میتونن از این کتاب تهیه کنن. کتاب بعدی هست ایران The Crisis of Democracy. این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است با این مشخصات: بحران دموکراسی در ایران. کتاب بعدی از حاکمیت ملی و دشمنان آن، کتابی که عمدتاً امشب بررسی خواهد شد، پژوهشی در کارنامه مخالفان بومی و بیگانه مصدق بر پایه تازه‌ترین سندها، و کتاب بعدی تأملی در بینش سیاسی مصدق. عرض کنم حضورتون که فردا شب هم دوستان کتاب گروهی در ریچموند هیل برنامه گذاشتن و دکتر عظیمی در اونجا سخنرانی خواهد کرد. من حالا قبل از پایان جلسه از یکی از دوستانی که دستن در کار برنامه ریچموند هیل هستن خواهش می‌کنم که اطلاعاتش رو به ما بدن، ولی ظاهراً به در اینجا هم آگهی رو زدن. ساعت ظاهراً 5:30 بعد از ظهر هست اگر اشتباه نکنم. خیلی متشکرم از حضورتون و آقای دکتر بفرمایید. سلام به دوستان عزیز و خانم ها آقایان محترم. اول باید سپاسگزاری بکنم از جناب آقای حریری که بانی خیر شدن و منو دعوت کردن به این جلسه، و این توفیقی هست برای من که اولا دوستانی رو که مدتی بود ندیده بودم ببینم. اگر میدونستم که اونها اینجا هستند، به یکیشون گفتم اگر میدونستم تو هستی نمی اومدم. البته جدی نگفتم این رو. در مورد بعضی از دوستان دیگه اگر میدونستم اونجا هستن، خب بلات قضیه رو احتمالاً زیادتر میکردن. به هر حال در محفل دوستان چیزی رو پنهان نباید کرد. موضوع صحبت من ایران بعد از شهریور 1120 هست که موضوع در واقع کتاب اولم بود که صحبت رو کردن و به فارسی هم ترجمه شده. متاسفانه چاپ فارسیش تمام شده و چاپ انگلیسیش هم به صورت پیپربک فنا هست که به زودی منتشر بشه. میدونید که وقتی ما صحبت از اشغال میکنیم، در ضمن صدای منو میشنوید؟ شما اون گوشه میشنوید؟ اگر نمیشنوید خواهش میکنم که بفرمایید من سعی کنم بلندتر صحبت کنم. وقتی ما صحبت از اشغال میکنیم، صحبت از یک ماجرای خیلی
پرسوز و گداز میکنیم، مخصوصا با توجه به اینکه داستان اشغال عراق به خاطرمون میاد و ماجراهای مشابه. اشغال ایران هم در شهریور 1120 ماجرای کم اهمیتی نبود. البته خب مقاومتی در برابر حمله نیروهای روس و انگلیس صورت نگرفت و یکی از شگفتی‌های واقعا در خور توجه از جهتی می شود گفت، یکی از شگفتی‌های اون زمان همین بود که بعضی از مردم از رفتن رضا شاه تأسف زیادی نشون ندادن. البته این زیاد طول نکشید به خاطر اینکه با مشکلاتی که مواجه شدن طبعا مثل هر دوره دیگری از تاریخ ایران موجب شد که بیاد گذشته بیفتن و دچار تحسر بشن و دچار نوعی نوستالژی بشن. ولی برای اون خیلی از ایرونی هایی که اون زمان رو تجربه کردن و ما با بعضی هاشون گفتگو کردم، همه از این شگفت زده بودن که چطور رفتن رضا شاه در بین بعضی از اقشار مردم با یه نوع حالت می شود گفت خوشحالی البته نه، ولی یه نوع نفس راحت کشیدن مثل این که همراه بود. یعنی خفقان به حدی رسیده بود که خب فکر میکردن که با رفتن رضا شاه اون خفقان از من خواهد رفت، ولی مشکلات قبل از دوره رضا شاه تکرار نخواهد شد. اشغال طبعا ایرانی ها رو شوکه کرد. یکی از شوکای اساسی که بهشون وارد شد همین سرنوشت خود رضا شاه. یعنی آدمی که سمبل اقتدار بود و میدونید در دوره رضا شاه دستوری بود که مردم عادی که هیچ، حتی مقامات کشوری و لشکری هم جرأت نمی‌کردن با مقامات سفارتخانه‌های خارجی ارتباطی داشته باشن. در مواردی مثلا وزیری اگر با یک سفیر بیگانه سلام علیکی می‌کرد در خیابان، چه بسا از طرف پلیس مورد مؤاخذه قرار می‌گرفت و گرفتاری زیادی براش پیش می‌اومد. و رضا شاه خب سمبل یک اقتداری شده بود که در تاریخ ایران لااقل 20 سال اخیر نسبت به اون دوره بی سابقه بود. ولی برداشتن رضا شاه و تبعید رضا شاه و خفتی که رضا شاه تحمل کرد مردم را مقدار شوکه کرد و اون اسطوره نفوذ فوق‌العاده انگلیس که در تخیل مردم ایران ریشه اساسی داره خیلی بیشتر البته نوزج گرفت. این اسطوره هم نبود تا حدی. میدونید وقتی که رضا شاه رو بردن او با تبلیغات خیلی زیادی همزمان شد. رادیو بی بی سی تبلیغات زیادی رو شروع کرد که متن این تبلیغات البته در ایران تهیه میشد. کسی که در تهیه کردن این تبلیغات نقش موثری داشت خانم لمتون بود که از محققین برجسته تاریخ ایران هم هست و هنوز هم به قول خودم ها البته در قید حیات هست. ایشون در سن 80 و نزدیک 90 سالگی و ایشون گزارشاتی رو از تهران تهیه میکرد، اینها میرفت به لندن در مورد بدرفتاری ها، قانون شکنی ها، دزدی ها، نمیدونم تجاوز ها، تمام کارهایی که در دوره رضا شاه صورت گرفته بود اینها از بی بی سی پخش میشد و مردم یه دفعه احساس کردن که اون دستگاه رضا شاه که در واقع دستگاه آسیب ناپذیر جلوه می کرد یه دفعه فرو ریخت از درون و خیلی از نماینده های مجلس که وکالت خودشون رو مدیون رضا شاه بودن شروع کردن در مجلس انتقاد کردن از رضا شاه و همه چیز یه دفعه فرو پاشید. فرو پاشیدن این مسئله همزمان شد با طبعا اشغال کشور و مشکلات خیلی زیاد از جمله کمبود خاربار، احتکار، بی‌نظمی، خیلی مسائل جدی در مناطقی که تحت اشغال روس بود. تقریبا دولت مرکزی ایران هیچ اقتداری نداشت، ژاندارم‌های ایران بیرون کردن از اون مناطق، ارتش ایران به نحو خیلی تأسف‌آوری یه دفعه اصلا فرو پاشید. در مناطق جنوب نیروهای ایرانی یعنی نیروهای حکومت به اصطلاح نمایندگان حکومت با مشکلات زیادی مواجه شدن و اقتدار کشور و تمرکز کشور، دستگاه اداری کشور با چالش بزرگی مواجه شد. البته خب یک می شود گفت که تشکیلات بوروکراتیک، تشکیلات اداری در دوره رضا شاه
تداوم پیدا کرده بود، شکل گرفته بود. ریشه این رو ما البته در قرن 19 هم می‌بینیم، در انقلاب مشروطه که ما بهش نزج پیدا می‌کنه، در دوره رضا شاه همینطور. یه ایلیتی که خب از خیلی جهات به هر حال به سرنوشت کشور اینو دلبستگی داشتن و اینها تلاش کردن که کشور فروپاشیده نشه و نقش اونها رو نباید نادیده گرفت، چون خیلی موارد ما عادت داریم که نقش ایلیت رو به عنوان اینکه اصطلاح همکاری کردن به دولت مرکزی و اینها نقش منفی جلوه بدیم، ولی در این مورد خاص خب دولت مرکزی با توجه به اینکه با این چالش مواجه شده بود فرو نپاشید از هم دیگه. با وجود این سفارتخونه های خارجی مخصوصا سفارت انگلیس و سفارت روس بسیار نفوذ پیدا کردن، در حدی که خیلی از رجال مثل زمان گذشته برای اینکه مهامی کسب بکنن، برای اینکه شغلی پیدا بکنن برای کسی، برای اینکه خیلی از امور برگزار بشه، حل و فصل بشه، مراجعه میکردن به سفارتخونه های فرنگی، به ویژه به سفارت انگلیس. نکته جالب البته این هست که چون در اون دوره انگلیس و شوروی با همدیگه متحد بودند، به خاطر اینکه در جنگ با هم مشارکت میکردند، در چه همکاری هم بین اینها وجود داشت و همدیگه رو خونسا نمیکردند تا تقریبا اواخر دوره جنگ. مسئله دیگه این هست که میدونید که جانشینی محمد رضا شاه به جای پدرش تا حد زیادی مدیون موافقت انگلیس بود، یعنی تا مدت اینها در فکر بودند که خاندان قاجار رو دوباره برقرار بکنند، ولی کاندیدای مورد نظر پیدا نشد، کسی که قابلیت داشته باشه، توانایی داشته باشه، فارسی بتونه حرف بزنه، نتونستن پیدا کنن. و نخست وزیر وقت محمد علی فروغی خیلی نقش مهمی ایفا کرد که انگلیسی ها رو به ویژه تشویق بکنه که آقا به جای اینکه ما این ترتیبات رو به هم بزنیم و قانون اساسی رو به هم بزنیم و اینها، بهتره در چارچوب همین قانون اساسی کسی رو انتخاب بکنیم که جایگزین پدرش باشه و یک مقام تشریفاتی داشته باشه. و اینها انگلیسی ها با یک نوع تردید و یک نوع بیمیلی این رو پذیرفتند، به شرط اینکه شاه رفتار مناسبی از خودش نشون بده، و این در گزارش های گوناگونی که من دیدم منعکس هست که ما شاه رو به این ترتیب، یعنی محمد رضا شاه رو، ولیعهد رو به این شرط میپذیریم که از اون رفتار ناشایستی سر نزنه، یا شرط این که رفتارش درست باشه. حالا معنای رفتار درست چی هست و اینها، اون فعلا من وارد بحثش نمیشم. محمد رضا شاه از روز اول خیلی تلاش کرد که رفتار خوبی نشون بده، در این حد که حتی با اصطلاح وزیر مختار وقت انگلیس که بعداً سفیر شد، سروید بولارد، تماس گرفت که آقا به جای اینکه ما اصلا روابطمون رو از طریق مجاری به اصطلاح معمولی اداری انجام بدیم مثل وزارت خارجه و اینها، بهتر مستقیما من با خود شما تماس داشته باشم، شما هر فرمایشی دارید خود من مراجعه کنید، من هر عرضی دارم شما مراجعه میکنم، دیگه وزارت خارجه و اینها محلی از اعراب نداره. ولی آقای بولارد گفت که نه، این روش پذیرفتنی نیست برای ما و ما باید با هم کارمون سفیر شوروی هم در این مورد مشورت بکنیم. و خلاصه با اینکه بولارد مرد خیلی از جهاتی بدی بود، واقعا مرد انود و حسودی بود و نسبت به ایرانی ها بسیار نظر بدی داشت، ولی یک پرنسیپ هایی هم در ذهن داشت و زیربار این قضیه نرفت. چندی مورد من دیدم که پیشنهادهایی به او شده بود که مخصوصاً از طرف دربار و او به دلایلی که خودش داشت، به پرنسیپ هایی که داشت، اینها رو نپذیرفت. به هر حال نمیخوام زیاد وارد طول و تفصیل بشم، برای اینکه اگر بشم بیشتر از دو سه ساعت اینجا خواهیم بود. من سعی میکنم که به قول روزخان ها زیاد مصدع نشم، اینی که بزنید ببینم که ساعت چند هست که اختیار ساعت از دستم خارج نشه. یکی دیگه از آثار به اصطلاح اشغال روی کار آمدن مجدد اون سیاستمدارهایی بود که ما معمولا بهشون میگیم آنگلوفیل، و اینها
خب نمیتونیم راجع به همه‌شون یک قضاوت مشترکی بکنیم. یه عده‌شون واقعا کسانی بودن که به انگلیس اینو دلبستگی عاطفی داشتند. یه عده دیگرشون یه آدمایی بودن که خیلی فرصت طلب به تعبیری میشود گفت بودن و فکر میکردن که نزدیکی با سفارت انگلیس به نفعشون هست، میتونن خیلی کارها رو انجام بدن و دیگران بهشون مراجعه میکردن آقا من این زمینم رو گرفتن چجوری پس بگیرم، میگفت خیلی خوب شما صبر کن من کسی رو ببینم بالاخره در سفارت و اینها یا میدید یا نمیدید، اینها امر دیگریست. ولی یه نوع کارگشایی به اصطلاح، یه نوع دلالی، یک نوع به اصطلاح از اینجور روابط غیر رسمی بسیار رائج شده بود، به خاطر اینکه خب دستگاه اداری اینها تا حد زیادی دچار فلج شده بود اون اوائل. و این رجال دوستدار انگلیس یا آنگلوفیل نفوذی پیدا کردن و با توجه به مخصوصا نقش سفارت انگلیس این نفوذ رو اینها میتونستن تبدیل بکنن به مسائل، به دستاوردهای ملموس در موارد مادی، در موارد شغلی، ملکی، انواع اقسام دستاوردها. یکی دیگه از آثار بسیار عمده اشغال که تقریبا روشن هست این هست که با توجه به تمام این گسست‌ها و مسائلی که پیش اومد نظام پارلمانی ایران هم احیا شد. یعنی نظامی که در دوره رضا شاه متوقف شده بود تقریبا فقط ظواهر سوری اون نظام برقرار بود، انتخابات به موقع انجام میشد و اینها، ولی محتوای در کار نبود و اینها. برخلاف اون دوره نظام پارلمانی احیا شد، مخصوصا نهاد مجلس اهمیت فوق‌العاده پیدا کرد و ما این رو مخصوصا در مجلس 14 میبینیم که انتخاباتش در حوالی زمستان سال 1322 صورت گرفت. اون موقع انتخابات یک روز انجام نمیشد، گاهی 6 ماه انتخابات طول میکشید و بسیار مسئله پیچیده بود برگزاری انتخابات. به هر حال مجلس 14 که از اواخر 1122 تا اواخر 1124 روی کار آمد مجلس خیلی مؤثری بود و وقتی که مذاکرات اون مجلس رو مطالعه میکنیم که من به دقت اشارت گفت مطالعه کردم، واقعا آدم تحت تأثیر قرار میگیره که یه آگاهی سیاسی هست، یک نوع برداشت مشخصی از منافع و مصالح کشور هست، یه درکی از جهان هست. آدم های برجسته توی این مجلس هستن با توجه به این انتخابات این مجلس در همه موارد آزاد نبود و در خیلی از موارد دخالت های زیادی صورت گرفت. نکته جالبی که در مورد مجلس 14 حالا خاطرم اومد که ذکرش باز بی جهت نیست این هست که وقتی که نتایج انتخابات مجلس 14 روشن شد یه دفعه شاه متوجه شد که ای بابا این مجلسی هست که ما درش نفوذی نداریم، اصلا دربار وقتی در این مجلس نفوذی نداشته باشه فایده نداره، نتونسته بودن اونطور که باید انتخابات مجلس 14 رو کنترل بکنه. به این ترتیب شاه باز با سفیر انگلیس همون آقای ریدر بولارد که ذکرش رو کردم تماس گرفت، آقا من در فکر این هستم که این مجلس رو ما منحل کنیم، چون انتخاباتی که انجام شده مخدوش بوده. منظورش این بود که انتخابات دلخواه ما نبوده. بولارد به این گفت که نه، به هیچ وجه صلاح نیست و گسست پیدا میشه و مسئله پیدا میشه و برحال زیربار نبود و شاه هم نتونست اصرار زیاد بکنه چون آسیب پذیر بود. یک دومی که قول داده بود که رفتار مناسب داشته باشه. برحال محمد رضا شاه کار خودش رو با سوگند خوردن در مجلس شورای ملی شروع کرد. در 26 شهریور چند روز بعد از رفتن پدرش سوگند وفاداری به نظام مشروطه و در واقع هیچ چیزی هم بیشتر از قانون اساسی دوره مشروطه تداوم سلطنت پهلوی رو تضمین نکرد. من هیچ عامل دیگری رو واقعا نمی‌بینم که به اندازه نفس قانون اساسی مشروطه موجب تداوم سلطنت پهلوی و در واقع خدمت به دوره پهلوی شده باشه. از همون زمان به لطایف الحیل تلاش برای تضعیف مشروطیت متعارف و قانون اساسی گذشته و نظام پارلمانی رو شروع کرد و مواردش رو بعضی رو ذکر کردم، موارد فراوان دیگری هم هست. یکی از موارد عمده‌ای که
یعنی یکی از موارد عمده ای که می شود ذکر کرد از رفتار شاه یا دربار به معنایی در برابر نهادهای دیگه مثل مجلس یا نهاد پارلمان این بود که شاه در این دوره به هیچ وجه حاضر نبود که زیربار نخست وزیر بره که به قول عوام الناس سرش به تنش می‌ارزید، اصطلاح عامیانه. اگر قدرتی داشت، اقتداری داشت، کاری از عهده‌اش برمی‌اومد، شاه زیربار او نمی‌رفت و تلاش می‌کرد که او رو به هر نحوی که ممکن هست متزلزل بکنه و از و برکنار بکنه. و ما موارد فراوان داریم. چرا شاه این کار رو می‌کرد؟ خب، یه مقدار زیادیش ناشی از کاراکتر خودش بود، ولی به نظر من مهمتر از همین اینها رفتار شاه ناشی از نهاد سلطنت بود. برای اینکه نهاد سلطنت در مقایسه با نهادهای لرزان دیگری که به اصطلاح با پارلمانتاریسم ایران همزمان بود خیلی نهاد مستحکمی بود. نهادهای دیگه آسیب پذیر بودن. مجلس یک نهادی بود که دو سال بر سر کار بود و موقع دوره مجلس دو ساله بود، انتخاباتش با مسائل زیادی توأم بود، حزب به معنای متعارف نبود. شما یه موقع نماینده مجلس بودید، بعد کنار می‌رفتید، دیگه نمی‌تونستید انتخاب بشید. یا اگر وزیر کابینه بودید، شما پشتوانه‌ای نداشتید. مجلس می‌اومد به شما می‌گفت آقا، یا به کسی می‌گفت شما رخص وزیر به شما امروز رأی تمایل به شما می‌داد، بعد مجلس رأی اعتماد می‌داد، ممکن بود یه ماه دیگه همین مجلسی که به شما رأی اعتماد داده، رأی عدم اعتماد بده، شما راه بیفتید بری منزل بشید. وزیر بودید دیروز امروز بیکار هستید. هیچ تضمینی در کار شما نبود. گفتم چون حزب و تشکیلاتی که اصطلاح تداوم کار اهل سیاست رو تأمین بکنه وجود نداشت. اما از اینها که بگذاریم دربار تداوم داشت. شاه اونجا نشسته بود، تشکیلاتی بود، ارتشی که فرو پاشیده شده بود دوباره داشت احیا میشد، پیوند سنتی بین ارتش و دربار داشت تقویت میشد، دستگاه پلیس تا حد زیادی وفاداری به دستگاه سلطنت داشت. الیت سنتی گذشته مساله خودشون رو با مساله سلطنت خیلی بیشتر آمیخته می‌دیدن تا با مساله دستگاه پارلمانی یا به اصطلاح کابینه. البته خب استثناءاتی هم هست. به این ترتیب شاه اگر هم در موقعیتی نبود که نخست وزیر دلخواه خودش رو بر سر کار بیاره، می توانست به آسانی نخست وزیر رو که نمیپسندید مستعصل بکنه و از کار برکنار. و خب موارد زیادی هست که من در کتاب اول هم صحبت کردم راجبشون و اینجا تکرار نمی‌کنم. با پایان جنگ دوم روابط و مسائل در ایران یه مقدار تغییر پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه اون به اصطلاح ائتلاف سیاسی که بین انگلیسی‌ها و روس‌ها به خاطر مقابله با آلمان هیتلری وجود داشت، به اصطلاح جبهه اتحاد ضد فاشیستی ها، اون از بین میره و یک نوع جنگ سرد در ایران پدید میاد و مشکلات خیلی زیادی شروع میکنه بروز کردن. حزب توده بسیار بسیار حزب طرفدار شوروی میشه، در برابر حزب توده احزاب دست راستی پدید میاد و این جنگ سرد به اصطلاح میشود گفت که فضای عاطفی و ایدئولوژیک ایران رو خیلی زهرآگین میکنه. یعنی اگر کسی چپ هست به طور اتوماتیک منتسب به شوروی میشه، اگر کسی لیبرال هست یا محافظه‌کار هست یا به هر حال اهل این مسائل نیست به طور اتوماتیک منتسب میشه به انگلیس یا ارتجاع یا امثال اینها. و خیلی از شعارهایی که جامعه سیاسی و فرهنگ سیاسی ایران رو به اصطلاح بر اون جامعه سایه افکن میشه در این دوره خیلی اوج میگیره. روس ها میدونید خواستار امتیاز نفت میشن، نماینده میفرستن به ایران، اینم خیلی امر پیچیده است. مجلس واکنش نشون میده، مصدق خواستار اون میشه که هیچ مذاکره‌ای در مورد مسئله نفت ما نکنیم. فراموش کردم بگویم که میدونید که مصدق با توجه به اینکه در تقریبا قسمت عمده دوره شاه دوره رضا شاه از عرصه سیاسی در کنار بود، ولی به خاطر همون مخالفتی که با پادشاهی رضا شاه کرده بود در حافظه جمعی ایرانی ها مخصوصا مردم تهران خاطرش بر جا مونده بود. به این خاطر وقتی در انتخابات
وقتی انتخابات مجلس 14 صورت گرفت، مصدق نماینده اول تهران شد، یعنی بیشترین رأی رو در تهران آورد و انتخابات تهران هم از هر جای دیگری آزادتر. به این ترتیب با توجه به اینکه بیشترین رأی رو داشت و انتخابات هم آزاد بود، مصدق و چند نفر دیگری نماینده که در مجلس بودن یعنی اقتدار اخلاقی داشتن که این اقتدار اخلاقی رو خیلی زیرکانه به کار می‌گرفتن و خیلی آثار مثبتی هم ازش حاصل می‌کردن. با توجه به مشکلات ناشی از پایان جنگ، کشور روی مقدار بن‌بست‌ها، بحران‌های مواجه شد. روس‌ها وقتی دیدن که امتیاز نفت نمیتونن بگیرند، تعلل کردن در اینکه نیروهای خودشون از ایران ببرن بیرون، و همونطور که میدونید خب ایرانی‌ها خیلی نقش عمده ایفا کردن در پیروزی شوروی. ایران پل پیروزی معروف شد، از راه آهن دستگاه ارتباطی ایران نهایت استفاده رو کردن، بعد هم گفتن ما نمیریم بیرون. و در آذربایجان جنبش خودمختاری را انداختن، در کردستان همینطور، و ایران رو با مشکل اساسی مواجه کردن و هیچ نخست وزیر هم حاضر نبودن قبول بکنن. تنها نخست وزیری که گفتن ما حاضریم قبول بکنیم که باش میشود مذاکره کرد، احمد قوام هست. و احمد قوام سیاستمداری هست که حالا یکی از دوستان که در اینجا حضور داره گمان میکنم چهره خیلی آلمان خواهانه ای از ایشون تصویر کرده، ولی تصویری که من از قوام دارم این هست که یک سیاستمداری است بسیار متوجه مسئله قدرت و اینکه مقتضیات حفظ قدرت و به دست آوردن قدرت چیست و در چه مواردی باید وارد عرصه سیاسی شد و چه مواردی نباید شد. خیلی اهل عمل هست، خیلی پرگماتیست، بسیار زیرکانه عمل میکنه، از حیله‌گری و خیلی از تصویرهای متعارف سیاست ایران به هیچ وجه پرهیز نمیکنه و آداب اون خودرهایی ها هم خیلی خوب بلده. به هر حال به قوام مراجعه میکنن، قوام هم نخست وزیری رو قبول میکنه. مجلس چهاردهم به اصطلاح در حال تمام شدنه و یک فترتی پیدا میشه، دوره حائلی بین مجلس چهاردهم و مجلس پونزدهم، و قوام شروع میکنه به مذاکره با روسا و سرانجام با ترفندهای مختلف از جمله وارد کردن بعضی از وزرای پودهی در کابینه خودش، از جمله تشکیل حزب دموکرات ایران و خیلی کارهای دیگه، سعی میکنه برای خودش پایگاه قدرتی پیدا بکنه و سفری به شوروی میکنه و یک مقابلنامه ای امضا میکنه با روسا، البته به شرط اینکه این مقابلنامه به تایید مجلس شورای ملی برسه. این مقابلنامه یا قرارداد در مورد این بوده که آیا مجلس تصویب خواهد کرد که به شوروی امتیاز نفتی بدن یا نه، که مجلس این رو باید تایید بکنه. این مقابلنامه در مهر 1126 در مجلس مطرح میشه، مجلس فوراً این رو رد میکنه و قوام هم البته در موقعیت نیست که نقش خیلی عمده‌ای در این قضیه بازی بکنه. حالا تفسیر در این مورد متفاوت هست که آیا واقعا قوام خودش میخواست که این مقابلنامه تصویب بشه یا نشه یا چه هست. اینها حالا ما وارد اون مسائل هم نمیشیم. به هر حال این رد میشه از طرف مجلس. در عین این که مجلس این رو رد میکنه، اصل دیگری بر او اضافه میکنه که دولت ایران مأمور هست که نسبت به استیفای حقوق ضایع شده ایران در امر نفت جنوب، یعنی امتیاز نفت ایران و انگلیس، امتیاز نفتی که ایرانی ها به انگلیس ها دادند، اقدام بکنه. خود این مسئله، یعنی از مهر 1126 می شود گفت مسئله نفت تقریبا در رأس تمام مسائل مهم سیاسی ایران قرار می گیره، تبدیل میشه به یک مسئله بسیار عمده‌ای که هیچ سیاستمداری نمیتونه ازش پرهیز بکنه، نمیتونه در برابرش موضع نگیره، موضع بگیره. نمیدونن با این مسئله نفت چه باید بکنن. به قول انگلیسی های اصطلاحی دارن، میگن مثل سیب زمینی بسیار داغی است که در دست کسی فرو افتاده، نمیدونه باید چه کار باش بکنه. خلاص به این ترتیب مسئله نفت یکی از حساس ترین مسائل سیاست داخلی ایران میشه که ازش پرهیز نمیشه. خود شاه از همون آغاز به عهده گرفتن سلطنت بسیار بسیار از وضعی که داره ناراضی است.
محمد رضا شاه. با توجه به اینکه به نظر من هیچ دلیلی نداشت محمد رضا شاه که ناراضی باشه، برای اینکه حتی نخست وزیر بسیار مقتدری مثل قوام رو هم به راحتی تونست کنار بزنه، حزب دموکرات قوام که حزب بسیار بزرگی بود و تشکیلاتی داشت و حساب کتابی داشت و اینها، به یک اشاره والحضرت اشرف و با اشاره خود شاه اصلا فرو پاشید. یعنی نماینده های مجلسی که نمایندگیشون رو مدیون این حزب بودن انشعاب کردن و کنار رفتن و کابینه قوام به اشاره دربار استعفا دادن و قوام خودش موند بدون کابینه، مجبور شد بره کنار. و بعد که دید اوضاع خیلی خرابه، برای اینکه آبروش زیاد نره، اومد گفت آقا اصلا پشت تمام این جریان‌ها انگلیس بود و من چون با انگلیس در افتادم اونا اومدن زیاد به من رو زدن. اینا که خود بحث دیگری است. شاه خیلی مترصد بود که قدرت خودش رو اضافه بکنه، ناراضی بود، دائما شکوه میکرد و این شکوه ها رو به کی میکرد؟ بیشتر از همه به سفیر انگلیس. خیلی زودتر از اینکه رجال ایران تا اونجایی که من دیدم، از حسین اعلی گرفته تا تبریزاده تا ابراهیم حکیمی تا دیگران مطلع بشن که شاه چه هوس‌هایی در مورد قانون اساسی داره، سفیر انگلیس مطلع بود که شاه چه هدف‌هایی داره و دائما هم مقاومت می‌کرد. سفیر اون زمان جانشین ریدر بولارد یه آدم بسیار منطقی‌تر و خوش‌فکری بود به نام سر جان لوروژتل که آدم روشنبینی بود علال اصولانی. به آقای صلاح نیست که شما در قانون اساسی دست ببرید، آثار سوی داره، مسائل پیش بیاره. شاه دائما شکفه میکرد که آقا این چه مملکتیست، من اختیاری ندارم، بهتر چمدونم رو ببندم برم فلان بهمانه. از قضای روزگار ماجرای 15 بهمن پیش اومد و سوء قصد به شاه. 15 بهمن 1127 خود این ماجرا بهترین فرصت رو برای شاه پدید آورد که زد و بندی رو شروع بکنه و عده ای رو بگیرن ببندن و آقای کاشانی رو تبعید کنن و نمایندگان مجلس که سر و صدای میکردن اونها رو خاموش بکنن و زمینه رو فراهم بکنن برای روی کار آوردن یک مجلس مؤسسان، که این مجلس مؤسسان در اردیبهشت ماه 1128 تشکیل شد. یکی از کارهای عمده‌ای که این مجلس مؤسسان کرد که انتخاباتش هم مفتزهانه بود و تقلب زیادی صورت گرفت و اینها، این بود که به شاه به طور رسمی حق انحلال مجلس رو داد، که قبلا مسئله انحلال مجلس بر اساس قانون اساسی مشروطه خیلی امر پیچیده‌ای بود و علل اصول نمی‌شد مجلس رو منحل کرد و مجلس سنا هم با وجود اینکه در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود تا کنون تشکیل نشده بود. بر اساس مجلس مؤسسان سال 1128 بنا شد که هم شاه حق انحلال مجلس رو پیدا بکنه، هم مجلس سنا تشکیل بشه که نیمی از اعضاش میدونید که منتصب شاه بودن، یعنی شاه اونها رو منصوب میکرد، انتصابی بودند و نیمیشون انتخابی و خب خیلی پایگاه مهمی برای قدرت شاه میتونست باشه. بنا بود که کارهای مجلس مؤسسان ادامه پیدا کنه و حتی بنا بود که شاه حق وتو بگیره، یعنی بتونه مصوبات پارلمان رو اگر نمیپسنده وتو بکنه و تنها کسی که موفق شد جلوی این کار رو بگیره مصدق بود بعدن که با ترفندهای زیرکانه‌ای که به کار گرفت مانع از این شد که به کار مجلس مؤسسان ادامه پیدا بکنه و شاه موفق بشه حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان رو. این که شاه به قانون اساسی دست برد زد، بدون با اعتراضات زیادی مواجه شد، از جمله احمد قوام نامه خیلی موثری نوشته اعتراض به این قضیه، خود مصدق بعداً در مجلس بسیار به مسئله قانون اساسی و مفتزه به مسئله مجلس مؤسسان و مفتزه بودن انتخاباتش و اینها اشاره کرد، گفت صلاح اعلیحضرت نیست این کارها رو شما نکنید، ما دلمون میخواد وضعیتی باشه که اعلیحضرت رو مردم دوست داشته باشن، ما دلمون نمیخواد یه وضعی پیش بیاد که تا فرنگی گفت اعلیحضرت مملکت رو ول کنه فرار بکنه یا دیگری گفت فرار بکنه، ما میخوایم شاه در مملکت ریشه داشته باشه. اینها شاه توجهی به این مسائل نکرد. در نتیجه نگرانی مصدقی ها خوب روز به روز به افزایش بود، به خاطر اینکه شاه با توجه به اختیارات جدیدی که پیدا کرده بود و با توجه به اختیارات دیگری که داشت و با توجه به امکاناتی که
ریشه در نهاد سلطنت داشت و شاه از اونها بهره‌مند بود، در موقعیتی بود که میتونست نهاد پارلمانی رو و نهادهای پارلمانی رو راحتی فلج بکنه. به این خاطر اینها به این فکر افتادن که یه کاری بکنند. و یکی از کارهایی که کردن تحسن در کاخ مرمر بود در مهر 1128 که سرانجام منجر به پیدایش جبهه ملی شد. این تحسن هدفهای مشخصی داشت، از جمله آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، مخالفت با حکومت نظامی، یعنی چیزهایی که الان ممکنه به نظر ما خیلی مهم جلوه نکنه ولی در اون زمان خیلی مهم جلوه میکرد. آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات و حکومت نظامی بسیار هدفهای مهمی بودند در اون دوره خاص. چرا؟ برای اینکه نگرانی مصدق و مصدقی ها از این جهت بود که نکنه که چون مسئله مذاکره با شرکت نفت ایران و انگلیس در جریان هست، دولت بخواد یک مجلسی بر سر کار بیاره که یک قراردادی رو با انگلیسی ها ببنده که این قرارداد برخلاف مصالح ملی ایران باشه. در نتیجه اینها میخواستن به هر ترتیب باشه سعی بکنن که در انتخابات یک عده نماینده واقعی به قول مصدق، نماینده حقیقی ملت شرکت داشته باشن که مانع از این بشن که توافقی که حاصل میشه این توافق به زیان ملت باشه. به این خاطر بسیار تلاش کردن که انتخابات تا یه حدی آزاد باشه، ولی یه عده بسیار مصر بودن، از جمله منوچهر اقبال که وزیر کشور بود یا هجیر که وزیر دربار بود، اینا به شدت مخالف آزادی انتخابات بودن، ولی سرانجام نتونستن مانع از این بشن که مصدق و 6 نفر از همکاران مصدق وارد مجلس بشن و همین فرکسیون 6-7 نفری 7-8 نفری بسیار نقش مهمی در مجلس 16 تونست ایفا بکنه. گفتیم که مسئله نفت بعد از ماجرای مهر، یعنی اون قرارداد رد مقابل نامه قوانصاب چیکو، ماجرای نفت خیلی اهمیت پیدا کرد و بنا شد که ایرانی ها با انگلیسی ها مذاکره بکنن که یک شرایط بهتری رو حاصل بکنن در ایران. انگلیسی ها زیربار نمی رفتند و توافقی که در این مورد شد معروف به قرارداد گسکل‌شاهیان. جالب این هست که وقتی در مجلس مطرح می شد هیچ کدوم از وزیرها حاضر نبودن ازش دفاع بکنن و نمایندان می گفتن آقا شما قراردادی مذاکره کردید در این مورد، دفاع بکنید ازش. ولی خود اونهایی هم که بنا بود از این قرارداد دفاع بکنن زیربار نمی رفتن، خجلت زده بودن، نگران بودن اینها. دولت انگلیس هم حاضر به امتیاز دادن مهمی نبود، یه امتیاز مختصری حاضر بود بده ولی اصلا قضیه ایران رو و ناسیونالیسم ایران و حرکت ملی و درخواست‌های مردم ایران و اینها رو جدی نمی‌گرفت. مسئله این بود که میشن ایرانی‌ها اصلا، یعنی کاراکتر ایرانی کاراکتر غیر قابل اعتمادی است، اینها آدمای بسیار ترسو بسیار بی‌ثباتی هستن، یک حرکت تندی در برابرشون بشه همه عرصه رو خالی میکنن، فرار میکنن. ما اگر بیستیم و مقاومت بکنیم در برابر اینها، این شوبینیزم ایرانی، این بیگان ستیزی در ایران، اینها به زودی فراموش خواهد شد و اصلا حاضر نبودن که حرکت ملی و ناسیونالیزم ایران رو در اون دوره جدی بگیرن و خب بعد متوجه شدن که قضیه جدی هست. یه عده دیگری از یه عده هم از سیاستمدارای ایران همین روش رو داشتن، مثل هجیر که گفتم و رزماران. هجیر رو فدایان اسلام کشتند، رزمارا رو هم همینطور. و مخصوصا در دوره رزمارا که از حوالی تیر 1129 نخست وزیر شد، این مسئله نفت بسیار بسیار اهمیت بیشتری پیدا کرد. تظاهرات زیاد در دانشگاه، در جاهای مختلف، در میدونهای تهران، در هواداری از ملی شدن نفت اوج گرفت و رزمارا واکنش نشون داد در حدی که احساسات ملی رو جریحه‌دار کرد، که معروف است که میدونید گفتن مایی که لولهنگ یا به قول امروزی آفتابه نمیتونیم هنوز بسازیم، چطور نفت خودمون رو میخوایم ملی بکنیم. این خیلی گران تمام شد برای خیلی ها و واقعا احساس کردن که رزمارا عواطف ملی رو جریحه‌دار کرد. البته رزمارا آدم خیلی توانایی بود، بسیار آدم لایقی بود، بسیار آدم پویایی بود، حسنیت هم داشت از خیلی جهات،
از نظر اصلاحات اینها. ولی نکته جالب این هست که با توجه به اینکه شاه اوایل کار بسیار از اون حمایت کرد، بلافاصله بعد که متوجه شد آدم توانایی است، شروع کرد به مخالفت باهاش. در نتیجه رزمارا در چند جبهه ناگزیر بود بجنگه، هم با مصدری ها بجنگه، هم با دربار بجنگه، اصلا نمیدونه چه باید بکنه. و اون اواخر کار داشت تلاش میکرد که یک توافق بهتری رو با شرکت نفت حاصل بکنه که به دست فدایان اسلام کشته شد در حوالی نیمه اسفند 1129. و ظرف دو هفته بعد از کشتن رزمارا مسئله ملی شدن نفت در ایران دیگه یه امر اشنام ناپذیر و بازگشت ناپذیر شد و دو سه هفته بعد از اون مصدق نخست وزیر کشور شد، یعنی کسی که در واقع میشود گفت معمار ملی شدن نفت بود و اینها، نخست وزیر شد با رأی تمایل مجلس. البته میدونید مسئله نخست وزیر مصدق خیلی مسئله پیچیده‌ای هست. چرا مصدق پذیرفت؟ شرایط چه بود؟ چه مسائلی رو در نظر گرفت اینها؟ باز من وارد این جزئیات فعلا نمیشم. اما یکی از مسائلی که موجب شد که مصدق نخست وزیر رو بپذیره این بود که مصدق میدانست و این درست هم هست، برای اینکه اسنادی که من دیدم، اسناد انگلیسی تمام این رو تایید میکنه، که انگلیسی‌ها به شدت سرگرم فراهم کردن زمینه نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی بود. و میدونید که سید ضیاءالدین طباطبایی فقط شهرتش همکاری با رضا شاه در کودتای اسفند 1299 نیست، بلکه بسیار بسیار معروفیت به آنگلوفیل بودن داشت و واقعا هم افتخار میکرد به اینکه آنگلوفیل هست. البته آدم لایقی بود، کاردان بود، خصوصیات جالبی داشت، چهره بسیار چندگانه بود، اما بسیار بسیار معتقد بود که مصالح ایران با مصالح انگلیس با هم دیگه پیوند اساسی دارند و اصلا نفع ایران در این هست که با انگلیس همراهی داشته باشه. بسیار نگران بود از اینکه امریکا در ایران نفوذی پیدا نکنه، ولی انگلیس نفوذش دائما تقویت میشه. به هر حال انگلیسی‌ها سرگرم فراهم کردن زمینه نخست وزیری سید ضیاء بودن در شرایطی که نهضت ملی بسیار بعد ضد انگلیسی پیدا کرده بود و هر آدمی که اشتهار به هواداری از انگلیس داشت منفور بود و اینها. ولی در این شرایط بی‌توجهی انگلیسی‌ها، ناچیز گرفتن نهضت ملی موجب شده که فکر بکنن که سید ضیاء برای مردم ایران اون زمان قابل هضمه. جالب اینه که آنگلوفیل‌های دیگه معتقد بودن که در اون شرایط مردم ایران سید ضیاء رو نمی‌پذیرن و یکی از این آنگلوفیل‌ها جمال امامی معروف بود که پیشنهاد نخست وزیر مصدق رو خود او کرد و به نظر من علت اینکه این کارو کرد بود که واقعا معتقد بود که سید ضیاء قابل هضم نیست و البته از طرفی هم فکر میکرد که مصدق نخواهد پذیرفت، ولی فکر میکرد اگر مصدق حالا من پیشنهاد کردم و او پذیرفت بعد از مدتی به هر حال شکست خواهد خورد، کنار زده میشه و اصلا منتفی میشه این موضوع، بعد اون وقت میشه کس دیگری رو پیدا کرد. به هر حال قضیه پیچیده بود. مصدق وقتی نخست وزیر شد دو هدف عمده رو در پیش گرفت، یکی به ثمر رساندن اصل ملی کردن نفت که بسیار بسیار مسئله عمده‌ای بود و در افتادن با امپراتوری انگلیس در اون زمان مسئله بی اهمیتی نداشت. شما انگلیس امروز رو نگاه نکنید که مثل پرتغال یا فرض بفرمایید یک کشور متعارف اروپاییست. انگلیس اون زمان برای خودش یال و کوپالی داشت، امپراتوری هنوز بود. خاطره ای که در ذهن ایرانی ها از نفوذ انگلیس باقی بود بسیار بسیار ریشه داشت. کسی امریکایی ها رو جدی نمی گرفت، روزها رو چندان متمدن محسوب نمی کرد، ولی واقعا انگلیسی ها یک حالت خاصی در مردم ایجاد می کرد، ترس توأم با کششی واقعا، هم مسحور بودن هم مرعوب بودن، یه حالات عجیبی نسبت به انگلیسی ها وجود داشت. به هر حال مسئله اول ملی کردن نفت بود و تحقق امر ملی کردن نفت که خودش بسیار مسئله پیچیده است. مسئله دیگری که از نظر مصدق به این مسئله ارتباط نزدیکی داشت و با هم دیگه آمیخته بود، مسئله برقراری ترتیبات مشروطه در ایران بود.
به این معنا که مصدق معتبر بود که شاه رو باید ناگزیر کرد که سلطنت بکنند، نه حکومت. و میگفت که قانون اساسی ایران تکلیف شاه رو مشخص کرده، شاه مسئول نیست و درنتیجه نقش اجرایی در کشور نداره، رئیس حکومت نیست، یک رئیس سوری دولته و رئیس کابینه نیست و حکومت نمار میکنه و باید این رو او حالی کرد. خب این هم بسیار امر پیچیده بود و عملی کردن او این دو هدف مخصوصا وقتی به هم آمیخته شدن بسیار پیچیده تر شدن. بعضی ها که تاریخ اون دوران درست نمیدونن یا ذهن تاریخی ندارن میگن که مصدق میبایستی در یکی از این جبهه‌ها بجنگه و مثلا با دربار کنار بیاد با انگلیس بجنگه یا فلان و بهمان. اصلا این حرفا از نظر تاریخی بسیار حرفای سخیفی است و هیچ محلی از اعراب نداره. تنها دلیلی که مصدق میتونست در این جبهه‌ها پیش بره این بود که اینها رو بتونه به همدیگه مرتبط بکنه. به هیچ وجه اینها رو از همدیگه تفکیک نمیشد کرد. به هر حال مدتی همبستگی طرفدارای مصدق موجب شد که اقداماتی که علیه او صورت میگره این اقدامات خونسا بشه. اقداماتی که انگلیسی‌ها درست بلافاصله بعد از روی کار آمدن مصدق شروع کردن، هیئتی رو به ایران فرستادن، عده‌ای کارگزار یا جاسوس یا هرچی اسمشون رو بگذاریم اینها رو به کار واداشتن، پول انگفتی خرج کردن. هدف عمده‌شون هم این بود که مصدق رو از طریق تشکیلات پارلمانی سرنگون بکنه. حالا ما از طریق استیزاح، از طریق بحث نشینی، از طریق مجلس او رو برکنار میکنیم و اگه اقلیت 16 نفری در مجلس 16 هم تشکیل شد که رئیس اینها جمال امامی بود، همه اینها با سفارت انگلیس ارتباط داشتن و اغلبشون هم پول میگرفتن، پولای هنگفتی میگرفتن. اغلب خبرنگارهایی که در اون دوره علیه مصدق مینوشتن و در مجلس متحسن میشدن باز اینها پول میگرفتن و اینها رو من متهمشون نمی کنم، اینها چیزهایی هست که مسجله. در صحنه گسترده تر مصدق با رقابت های ایدئولوژیک گروه های سیاسی مواجه بود. چپ، حزب توده مخصوصا، چپ البته مرادم حزب توده هست، تو یک گروهی از توده‌های سابق طرفدار مصدق بودند و گروه‌های دست راستی طرفدارای سید ضیاء اینها و فدایان اسلام و گروه‌های دیگه که با همدیگه دائما درگیری داشتن. تبانی‌ها بود، درگیری‌ها بود، برخوردهای خیابانی بود، بسیار معضلات زیادی به هر حال دولت مواجه با اینها بود. توطئه های دربار بود، یعنی دربار موضع برخلاف اونچه که فکر میکنند معمولاً موضع بی‌طرفانه‌ای نداشت. به هیچ وجه به طور پنهان خاندان سلطنت مخصوصاً ملکه مادر و اشرف پهلوی و اینها مشغول انواع تحریکات بودند و خود شاه هم از این تحریکات برکنار نبود. در این شرایط وظیفه عمده‌ای که مصدق داشت بود که انتخابات بکنه. حالا شما ببینید کشور با این مشکلات مواجه هست، با انگلیس درگیر هست، با دربار درگیر هست، کنترل کافی دستگاه دولت بر ارتش نیروهای انتظامی اینها نداره. تمام تأکید مصدق هم در طول زندگی سیاسی خودش بر انتخابات آزاد بوده. حالا میخواد انتخابات آزاد برقرار بکنه. چجوری میشه این کار رو کرد در این شرایطی که امکاناتش موجود نیست و اونهایی که مخالف او هستن بسیار بسیار مصر هستن که به هر ترتیب هست مانع از این بشن که مصدق مجلسی دست پیدا بکنه که مجلس طرفدار او باشه. وقتی که انتخابات شروع شد بسیار بسیار تبلیغات و حرکات شدیدی شروع شد از نقاط مختلف و مخصوصاً بین طرفدارای خود مصدق هم رقابت زیادی صورت گرفت. مثل آقای کاشانی مثلا خیلی اصرار داشت که اعوان انصار خودش رو وارد مجلس بکنه. رقابت‌های مختلف بین مثلا حزب زحمتکشان بقایی با حزب ایران، خیلی مسائلی که حالا من وارد اونها نمیشم و دخالت ارتش، دخالت ژاندارمری، پلیس، اعیان اشراف محلی وضعیتی رو به وجود آورد که مصدق دید که این مجلس اگر به
بر سر کار بیاد صد مرتبه مجلس قبلی بدتر خواهد بود و به این ترتیب حدود 70-80 نفر که انتخاب شده بودن مجلس رو موفق کرد انتخاباتش رو تا قانون انتخابات جدیدی به اصطلاح تدوین بشه و انتخابات بعدی بر اساس اون قانون صورت بگیره. در این حیث و بیس سید ضیاء طباطبایی هم مشغول فعالیت بود که جانشین مصدق بشه. باز اهل سیاست به این نتیجه رسیدن که آقا سید ضیاء پذیرفتنی نیست برای مردم و حتی شاه هم حاضر نبود که سید ضیاء رو قبول بکنه. درنچه به فکر قوام افتادند، احمد قوام. حتی خود سید ضیاء هم توصیه کرد که شاید قوام بد نباشه که جانشین مصدق بشه. قوام برای اینکه این هدف رو حاصل بکنه از هیچ کاری فروگذار نکرد. حتی در این موردی که فکر میکردند خب قوام نزدیک 80 سال مثلا موه داشت و فکر میکردند ضعیف هست، چنان در نوشیدن ویسکی افراد کرد که نشون بده که هنوز جوان و تنومند و برومنده که نصیب بود که بیهوش بشه. و سفیر امریکا لوی هندرسون در این مسائل خیلی درگیر داشت، مهمانی های مفصل بود، جلسات مختلفی بود که سعی بکنن ترتیبی بدن که قوام زمینه نخست وزیریش فراهم بشه. شاه با قوام مخالف بود. علت مخالفت شنین بود که قوام نامه اعتراضی رو به مجلس مؤسسان نوشته بود و شاه هم عنوان جناب اشرفی رو ازش پس گرفته بود. به هر حال قضیه خیلی پیچیده بود و قوام ول کرد و رفت و بعد از مدتی دوباره برگشت و سرانجام زمینه فراهمتر شد و قوام حاضر شد که یعنی فکر کرد که امکان توفیقش بیشتر هست. سید ضیاء طباطبایی به انگلیسی ها توصیه کرد که آقا این قوام آدم خطرناکیست، ممکنه که یا نخست وزیر بشه و از مصدق هم افراطی‌تر عمل بکنه، شما یه تضمینی ازش بگیرید. انگلیسی‌ها به قوام گفتن آقا شما چه تضمینی به ما میدید که اگر نخست وزیر شدید نفت رو، مسئله نفت رو بر اساس یک روش معقولی حل بکنید. قوام یک نامه‌ای برداشت نوشت که البته به خط خود او نیست، ولی هر صفحه اون نامه رو خودش امضا کرده که آقا سیاست بین‌المللی رو باید بر اساس ضوابط متقابل فلان نامه، یک سری حرف‌های پلاتیتیود به قول انگلیسی ها در اون نامه ذکر کرد، ولی در این حال ذکر کرد که ما نفت رو بر اساس 75% 25% حل میکنیم، یعنی 75% سودش متعلق به ایران باشه، 25% متعلق به انگلیس باشه. به طور اصطلاح غیر رسمی پیغامی برای انگلیسی ها فرستاد که آقا من این رو کتبی اینطوری نوشتم، ولی هدفم در واقع همون تقسیم بالمناسبه سوده، یعنی 50-50. این چیزی بود که انگلیسی‌ها از همون دوره رزمارا حاضر بودن به ایران بدن که آقا نفت رو ملی کردن ما حاضر نیستیم قبول بکنی به هیچ وجه، ولی حاضریم که سود نفت ایران تقسیم بشه، نصفش مال شما بشه نصفش مال ما باشه. قوام هم همین طرح رو داد. حالا با این طرح 25-50 25-75 که بعد جای چونه باقی بگذاره. نخست وزیری قوام چند روزی بیشتر طول نکشید، دلالش پیچیده هست، خودش اشتباهاتی کرد، زمینه رو آماده نکرده بود، پول پولیایی و سرزندگی گذشته رو نداشت. اصلا قوام درک روشنی از جنبش‌های اجتماعی و اینها نداشت، فکر میکرد که سیاست بازی بین سران و بزرگان و رجال، اگر 3-4 نفر از بزرگان گرفتن و دستگیر کردن و تنبیهشون کردن و اینها از یه مردم خواهد خوابید، و در حالی که اینطور نبود. و خلاصه قوام سرنگون شد در ماجرای 30 تیر که میدونید و مشکلات زیادی براش پیدا شد، ولی کسی که قوام رو در واقع نجات داد از خیلی از این مشکلاتی که باهاش مواجه میتونست بشه خود مصدق بود، که خود قوام و ارسنجانی مخصوصا این رو ذکر کردن و توجهش کرد. بعد از ماجرای سی تیر 1331 که مصدق دوباره نخست وزیر شد و اینها، خب از جهاتی موقعیتش خیلی تقویت شد. در اثر قیام ملی نخست وزیری سرنگون شده، مصدق بر سر کار آمده، اعتبار و مشروعیت تازه‌ای پیدا کرده.
البته مشکلات زیادی هم پیدا کرده. از جمله مشکلات این هست که مثلا مجلسی که مصدق خودش انتخابات رو برگزار کرده بود، میدونی رئیس اول این مجلس سید حسن امامی که با مصدق هم نسبت خانوادگی داشت، این سید حسن امامی امام جمعه معروف تهران و استاد دانشکده حقوق، خودش از شهر مهاباد انتخاب شده بود و مصدق گفت که چطور ممکنه امام جمعه شیعه تهران از یک شهر سنی نشین انتخاب بشه؟ پیداست که انتخاب تقلب‌آمیزه. در حال بعد از سی تیر سید حسن امامی کنار رفت و از کشور خارج شد با یه خفت و خاری. جالب اینه که این سید حسن امامی مدارک زیادی موجود هست که مرتب به انگلیسی ها مراجعه میکرد که شما اصلا دو سه هزار پوند اگر به ما بدید ما میتونیم چند نفر آدمکش استخدام کنیم، ترتیب همه اینها رو بدیم. و اینا میگفتن آقا شما اگر خودتون وطن پرست هستید جمع بشید این پولها رو خودتون فراهم کنید، چرا از ما انقدر مطالبه میکنید؟ چون خیلی سر انگلیسی ها کلاه گذاشته بودن، یه عده از اون خیلی از این پولها لوتی خور شده بود به اصطلاح. میدونید یه وقتی انگلیسی ها در ایران پولای هنگفتی و اوایل کار خرج کردن، میدونید یه شرکت بیسکویت سازی و شیرینی سازی در انگلیس هست، فورتنام اند میسن، که اینها این جعبه های قشنگی داره، این بیسکویت هاش رو در می آوردن، اینها رو پر از اسکناس میکردن میفرستادن برای افراد مختلف، اینا میگرفتن بله ما مخلص هستیم همه کارها رو میکنیم، هیچ کارم نمیکردن. بعد فهمیدن که سرشون داره کلاه میره، حاضر نبودن به آسونی یه پول زیادی خرج کنن. وقتی سید حسن امامی کنار رفت، مخالفین مصدق اومدن گفتن بهترین کسی که برای جانشینی ما باید تعیین بکنیم کی هست؟ خدا آقای کاشانی، یعنی رئیس مجلس شورای ملی رو آقای کاشانی قرار دادن. این بسیار اقرار زیرکانه بود و میدونستن که با این کار بذر نفاق بین سران جبهه ملی رو بسیار بارورتر خواهند کرد. چرا؟ برای اینکه کسی که رئیس دولت هست، یعنی مصدق با کسی که رئیس پارلمان هست، اینا علال اصول یه نوع تنشی بینشون پیدا میشد. برای اینکه کاشانی بود آقا مجلس اقتدار و اینها باید داشته باشه، مصدق هم اون زمان خواستار این بود که مجلس اختیارات فوق‌العاده بهش بده، چون به این نتیجه رسیده بود که آقا کابینه کاری از پیش نمیتونه ببره به طور متعارف، باید یه اختیاراتی داشته باشه. به معنای اختیارات هم برخلاف آنچه که بعضی از آوازگرها گفتند دیکتاتوری نبود، معناش این بود که یک لوایحی رو دولت به طور آزمایشی به مرحله اجرا میگذاره، بعد از مدتی که نتایج این لوایح روشن شد گزارش به مجلس میده، اون وقت مجلس میتونه این لوایح رو تایید بکنه یا رد بکنه. هیچ وجه تهاجم به حریم مجلس نبود. به هر حال کاشانی رئیس مجلس شد در شرایطی که مصدق اختیارات میخواست و روابط کاشانی مصدق کم کم تیره شد و دیگر اعضای ناپایدار جبهه ملی هم به کاشانی پیوستن، کسانی مثل مظفر بقایی، مثل ابوالحسن حائری‌زاده و حسین مکی، و اینها نه تنها پشت کردن به جبهه ملی بلکه در شمار واقعا خشنترین و موذی‌ترین و مغرض‌ترین دشمنان جبهه ملی شدند. یعنی اینها از بسیاری از دشمنان متعارف جبهه ملی تندتر رفتن در ضربه زدن. خب حالا این موردی شما با کسی اختلاف پیدا میکنید ولی میکنید میرید و میگید مهم نیست، ولی اینکه با کسی اختلاف پیدا بکنید و قصد کشتن او رو بکنید و دیگه آسانی قابل بخشش نیست، و اینها دقیقا کاری بود که کردن و این بهترین تحولی بود که برای دشمنان گسترده تر مصدق پیدا شده بود. چون شاه در تمام این مدت یک حرفی رو تکرار میکرد و اون حرفی بود که آقا مصدق رو باید صبر کرد، خود کسانی که بر سر کارش آوردن، به ویژه مجلسی که خود اون رو بر سر کار آورده، اون مجلس باید مصدق رو برداره، ما باید زمینه رو فراهم بکنیم. و بسیار از اطرافیان شاه در این مورد فعالیت میکردند و فعالیتشون هم خب بی ثمر نبود. مصدق در امر نفت میدونید که حاضر نشد انعطاف زیادی نشون بده. چرا؟ برای اینکه او براش مسئله حاکمیت ملی ایران مطرح بود و انگلیسی‌ها هم در تمام
مذاکرات و پیشنهادهای نفتی که کردن از اصل 50-50 عدول نکردن و پیشنهادهای دیگری هم که به میانجیگری انگلیسی ها در این مورد داده شد فرق زیادی واقعا با اون مسئله نداشت و به هیچ وجه حاضر نبودن زیرباره این برن که ایران نفت خودشو بتونه ملی بکنه و بتونه در این امر توفیق پیدا بکنه. از پاییز 1131 مشکلات به تدریج بیشتر شد و کاری که انگلیسی ها تونستن بکنند این بود که بعد از ماجرای سقوط قوام به این نتیجه رسیدن که آقا بدون همکاری مؤثر امریکا نمیتونند مصدر و سمرگون بکنند. به این ترتیب تمام کار خودشون رو متمرکز بر این کردن که همکاری امریکا رو جلب و در این کار هم خب تا حد زیاد توفیق پیدا کرد. جبهه داخلی مخالفان هم انسجام بیشتری داشت پیدا می کرد و یکی از نمودارهای این انسجام ماجرای 9 اسفند که می دونید که شاه به مصدق میگه که من بس دارم چند روزی از کشور خارج بشم یا کجا تشریف میبرید حالا تشریف داشته باشید، نه من قصد دارم برم و استراحتی بکنم و اینها دستور بدید که گذرنامه من آماده کنن، گذرنامه رو آماده میکنن و مصدق میره که با شاه خداحافظی بکنه. وقتی میره میبینه که جماعت انبوهی رو آقای کاشانی و آقای بهبهانی دور دربار جمع کردند و شعبان بیمخ و امثال اینها هم جمع شدن و با جیپ به خانه مصدق حمله کردن و حتی خود هندرسون هم در این ماجرا دخالت داشته و از قرائنی که واقعا میشود دید این استنباط رو میشود کرد که هدف بدون تردید بود که مصدق رو در 9 اسفند از بین ببرند به عنوان اینکه مردم قیام کردن و انزجار خودشون رو از این پیر لجوج انعطاف ناپذیر نشون دادن و رو کشتن. برها در این مسئله توفیق پیدا نکردن ولی شکاف مرتب بین مصدق و کاشانی و افراد دیگری که از نهضت ملی جدا شده بودند بیشتر شد و در این حال مانور انگلیسی ها و امریکایی ها علیه مصدق انسجام بیشتری گرفت. میدونید از عملیات رو در قبرس متمرکز کردن، دستگاه اطلاعاتی انگلیس با دستگاه اطلاعاتی امریکا همکاری بسیار نزدیکی پیدا کردن، نه تنها آدم های مثل رشیدیان های معروف بلکه خیلی کسان دیگری که هنوز هم متاسفانه جزئیات همشون رو نمیدونیم بسیار فعالیت های گسترده ای کردند، بسیار اعمالی که واقعا شگفت انگیزه. مثلا جعل نامه های حاکی از این که بین مصدق و توده ای های نوع ائتلافی هست، حمله به آخوندها، برداشتن عمامه ها، نمیدونم فرستادن اعلامیه های مختلف، بسیار بسیار تبلیغاتی که مصدق رو یک آدم کمونیست بی پرنسیپ جلوه بدن و تمام تشکیلات نهضت ملی رو در واقع تشکیلات کمونیستی تخریبی ضد سلطنت نشون بدن. در این مورد هیچ دریغ نکردن، حتی رئیس شهربانی کشور افشاردوست رو توس رو میدونید دزدیدن و به نحو فجیع اون رو کشتن و در کشتن او هم ماموران انگلیس دخالت داشتن هم ماموران بلندپایه خود ایران. به هر حال من وقتم داره تمام میشه، باید کم کم موقع دعاگوییست به قول حضرات آخوند. فقط یک چند نکته دیگر رو اشاره میکنم و رفع زحمت میکنم. میدونید که گفتم که یکی از معضلات اساسی که در واقع تمام ترتیبات مشروطه ایران رو از بعد از شهریور 20 تحت الشعاع قرار داده بود این بود که شاه چه نقشی باید در کشور داشته باشه. مشروطه خواها و افرادی که مثل مصدق فکر میکردن میگفتن آقا شاه شما اگر روح قانون اساسی رو نگاه بکنید میبینید نقشش نقش تشریفاتی است، یک نقش میانجیگرانه با حسنیت پدرانه هم میتونه ایفا بکنه ولی شاه نمیتونه رئیس کابینه باشه، نمیتونه کسی رو منصوب بکنه، نمیتونه نقش اجرایی داشته باشه برای اینکه مسئولیت نداره.
این مسئله کم کم بغرند شد و در مجلس 16 ببخشید در مجلس 17 برای اینکه بتونن این رو حل بکنن، مجلس اومد یک هیئت 8 نفری معین کرد که به این مسئله رسیدگی بکنن، که ببینن چه تفسیری از قانون اساسی درست. آخه میدونید قانون اساسی ما هم که ترتیباتی رو مشخص نکرده بود که اگر در این مورد اختلافی پیدا شد چه کسی به اصطلاح مقام نهایی خواهد بود، و علل اصول خود مجلس میباید مقام نهایی باشه. این هیئت 8 نفری اومد به این نتیجه رسید که تفسیر مصدق از قانون اساسی درسته، شاه باید سلطنت بکنه ولی حکومت وظیفه نخست وزیر. این گزارش هیئت 8 نفری رو به هیچ وجه طرفدارای شاه و دربار و آقای کاشانی و مکی و حائری‌زاده و بقایی و دیگران به هیچ وجه نگذاشتن در مجلس مطرح بشه به طور جدی و به رأی گذاشته بشه. هر موقعی که به رأی نزدیک میشد حد نصاب مجلس رو از بین میبردن و به هر حال مانع شدن که این مسئله به انجام برسه. و نکته ای که ما از این استنباط میکنیم این است که برخلاف این تصورات ساده لوحانه ای که در اذهان برخی ها شاید هنوز وجود داشته باشه، یا بعضی نویسندگانی که تبحر کافی در تاریخ اون دوره ندارن اینها رو القا کرده باشند، شاه به هیچ وجه، محمد رضا شاه به هیچ وجه از ابتدای سلطنتش به هیچ وجه هیچ گونه اعتقادی به نظام مشروطه خواهی در ایران نداشت. و من این رو بر اثر تحقیقاتی که کردم و موشکافی هایی که کردم بهش رسیدم، و حالا اگر به کسی بر بخوره یا بر نخوره هم اونقدر به اصطلاح در نظر من تأثیر نخواهد داد، برای اینکه واقعیت تاریخی همین هست و شاه معتقد بود از روز اول که وظیفه او این هست که کار جدی در بکنه. فکر میکرد کار جدی این هست که عملا نخست وزیر باشه، نخست وزیر منشی او باشه، اما وضعیتی که بعد از 28 مرداد ما میبینیم پیش میاد. در مورد مسئله دیگه هم، مسئله نفت، میدونید در یه دوره این مسئله مطرح شد که جنگ سرد هم داشت به اوج خودش میرسید، تضاد ایدئولوژیکی بین کمونیسم و سرمایه‌داری یا دنیای آزاد یا هر چه اسمش رو بگذاریم، و برای خیلی از سیاستمدارای اون دوره مثلا جان فاستر دالاس وزیر خارجه امریکا در دوره آیزنهاور، ناسیونالیسم نوع مصدقی یا حتی بی‌طرفی نوع مصدقی از جهاتی از کمونیسم هم بدتر. فاستر دالاس میگفت که اصلا بی‌طرفی و بی‌اخلاقی است، شما یا با ما هستید یا ضد ما هستید. همین فرمایشی که حضرت آقای بوش بعد از این ماجرا کردن، شما یا موافق ما هستید، طرفدار ما هستید، یا مخالف ما هستید. بینابین دیگه اینجا وجود نداره چیزی. کودتای 28 مرداد میدونید ساختار سیاست ایران رو به طور کلی میشود گفت دگرگون کرد. سیاست ایران که قبل از 28 مرداد مبتنی بود بر یک نوع تعادل لرزان بین نهادهای مختلف سیاسی و مبتنی بود در کنه قضیه به اهمیت پارلمان و یک نوع جامعه مدنی که به قوه داشت رشد می‌گرفت، رشد می‌کرد در جامعه ایران و نضج می‌گرفت، این سیاست فروکش کرد. نقش اعیان اشراف سنتی که برای خودشون پایگاه قدرتی بیرون از دربار داشتند شروع به افت کردن کرد، و شاه یا دربار دوباره نقش محوری رو در جامعه سیاسی ایران پیدا کرد. برای آمریکا و انگلیس میدونید مذاکره کردن با یک آدم یا طرف بودن با یک آدم و حل و فصل امور با یک شخص خیلی آسان‌تر بود تا اینکه مسائل پیچیده ایران رو بیان با یک دستگاه پارلمانی که با یک نخست وزیری که پاسخگوی کابینه هست و اون کابینه پاسخگوی مجلسی هست و مطبوعاتی وجود داره و افکار عمومی وجود داره و اینها، اونها نمی‌پذیرفتن این قضیه رو. یک نفر یاره بر ارکی قدرت باشه و اقتداری داشته باشه و طرفدار درون باشه، اون خیلی ترجیح داره بر هر چیز دیگه. به این ترتیب با کودتای 28 مرداد سیاستی که غربی‌ها دنبال کردند تقویت نظام خودکامگی در ایران بود، چرا که این نظام از هر نظام دیگری برای تأمین
یعنی با تأمین منافع غربی‌ها در ایران سازگاری بیشتری داشت. برای اینکه این امر حاصل بشه صرفاً لازم نبود که ترتیبات مشروطه خواهی در ایران از بیان بره، بلکه میبایستی که فکر مشروطه خواهی و حتی اندیشه هایی که با جنبش ملی همگام شده بود اینها هم اعتبار زدایی ازشون بشه و تبلیغات بسیار شدیدی شروع شد که اصلاً تمام ماجرای نهضت ملی و تمام ماجرای اینکه شاه باید حکومت بکنه و تمام این قضایا اینها خیانت تلقی بشه، اینها تجاوز به قانون اساسی، تخطی از قانون اساسی تلقی بشه و خیلی از مسائل. یعنی اعتبار این مسائل در فرهنگ سیاسی ایران، اعتبار این ایده ها، این آرمان ها به طور کلی از میان بره. و میدونید که حاصل از میان بردن نیروهای معتدل، نیروهای سکولار، نیروهای مشروط خواه، نیروهای ملی این بود که کم کم خلأ سیاسی ایجاد کرد در جامعه ایران که خلأ سیاسی رو بعدا نیروهای مذهبی پر کردن و حاصلش هم وضعی هست که برای همه شماها روشن هست. خیلی متشکرم. دوستان ثبت نام میکنم برای سوال. حمید سیف صاحب. آقای سیف صاحب. خیلی مقدم عرض میکنم خدمتون تشریف آوردید. متشکرم. خیلی مطلب خوبی رو عنوان کردید سخنتون. من متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم که جرأت عرض می‌کنم که 85% از فرمایشات جنرالی تحریف تاریخ. بله، خیلی متشکرم. مجلس 14 همینطور که فرمودید، بله، مجلسی بود که مردم در انتخاب وکلا دخالت داشتن بعد از 20 سال. صحیح. ولی دکتر مصدق در اونجا گفت که این مجلس دودگاه. چیزی رو که میخوام عرض کنم، عبدالله گلداری در اون مجلس عضو نماینده مجلس بود. درست. و من به اصطلاح جانب انگلیس ها رو داشت. این میگوید که اون لایحه‌ای، اون طرحی رو که نمایندگان به مجلس دادن و دکتر مصدق عنوان کرد که تا قوای خارجی یا تا جنگ هست ایران نبایستی امتیاز به هیچ کس بده، این رو در فراکسیون وطن که سید ضیا مرشد عرض کنم که صرافزاده، این کسانی که دکتر طاهری نوچه های انگلیس بودن، اونها تهیه کردن، گفتن اگر که ما، یعنی اکثریت رو عنوان بکنه مجلس موافقت نمی کنه، نمیذاره که اصلا مطرح بشه اقلیت، چون قوی بودن. گفت این رو بدیم به دکتر مصدق که رهبر اقلیته، او این رو مطرح بکنه. به همین جهت او هم این رو مطرح کرد. البته اینجا هدف مشترکی بود، هم به نفع ایران بود، هم به نفع غرب و انگلستان، بنابراین انجام شد. اما مجلس مؤسسان دکتر مصدق اصلا مبارزه نکرد برای اون، برای اینکه دکتر بقایی بود که با استیضاحش در مجلس 20 روز تو مجلس متحسن شد و گفت این تغییر قانون اساسی تشکیل مجلس مؤسسان اصولا خلاف قانون اساسیه، چون در قانون اساسی مشروطیت اصلا عنوان نشده بود که میشه قانون اساسی رو تغییر داد. و او مسائلی گفته که همین الان کسی بخونه براش کاملا
هویدا میشه که چه جرأت و واقعا جانش رو در کف گذاشت و این کار کرد. بعدش در همون مجلس 15 مکی با قرارداد الحاقی که ساعد اوورد مجلس، او به قدری مکی یعنی یک هفته شبان روز مخالفت کرد با این لایحه در مجلس، چون اون موقع هر کسی در مورد مسائل قراردادهای خارجی نماینده مجلس هر چقدر میخواست میتونست که مذاکره بکنه. انقدر صحبت کرد تا وقتی که دوره مجلس تمام شد قرارداد الحاقی تصویب نشد. بنابراین همین اقلیت که تو مجلس 15 بودن بین مردم جلوه‌ای پیدا کردند و اینها تونستن که به اتفاق هم نهضت رو شروع بکنن در فترت انتخابات دوره 16. اینها وقتی که این کار رو کردن گفتن که ما تازه کاریم، ما سیاستمدار نیستیم، باید کسی رو پیدا بکنیم که بتونه که این پرچمی که در میشه الان دست گرفت او بدیم دست او، ما دیر اون پرچم این کار رو بکنیم. کسایی رو گفتن همین از جمله مکی گفت دکتر بقایی، گفت دکتر مصدق، های ریزاده مخالفت کرد، گفت این آدم منفی بافی هست. دکتر مصدق، دکتر بقایی گفت من شنیدم که این به اصول دموکراسی پابند نیست. مکی چون توابقی با دکتر مصدق وسیله مهندس احمد مصدق پسر دکتر مصدق ایجاد کرده بود و هر دو عضو وزارت راه بودن، گفت نه اینطور نیست. و چون در استیضاح دکتر مصدق آیه سیفزاده معذرت میخوام سوالتون رو مطرح کنین چون باید نوبت دیگر من میخوام عرض کنم که تمام اینها سوال من این است که این مطالب صحیح نیست این فرمودن. خب حالا بنده از ایشون خواهش میکنم که یا تشریف بیاره منزل بنده، بنده مدارک عرضم رو خدمت رو تقدیم کنم، یا اینکه فردا رو قرار بذارن همینجا بنده پاسخ بدم اینا رو. نه متشکرم. آیا شما چیزی صحبتی دارید؟ من اگر میدونستم که محقق چنین برجسته‌ای در حوزه تاریخ هست جسارت نمی‌کردم اصلا. میدونید شما خودتون وقتی که افراد کار کرده‌ای در این زمینه ها دارید که زحمت خودتون، زحمت شنیدن عواطیلی که 75% تعریف نماد به خودتون بدید. البته نکته هایی که شما گفتید همه حاشیه هایی هست در کنار مطالبی که من گفتم. شمایی که نمیدونم در اسناد آرشیف های مختلف تفحص کردید سابقتون چی هست، تحصیلاتتون در کجا هست، تخصصتون در چی هست، من جسارت سوال کردن از شما رو نمی کنم. اما مسئله این هست که آقا گله‌داری آدمی است که خب حرفای زده، نوشته هایی هم منتشر کرده، اینکه سندیت داره حرفای اون یا نه از نظر من خیلی محل سوال هست. دومی که حرفی هم که زده حرف خیلی پیچیده نیست، در اون زمان در مجلس این مسائل رو خیلی مطرح میکردن، خیلی از زرمندها میکردن، بین چپ و راست، بین سید ضیا، طرفدارای سید ضیا و توده ها از این ائتلافها و زرمندها فراوان میشد. مصدق یه آدم سیاستمداری بود، یه آدم سیاستمدار در موارد اختزام میکرد که با طرفدار انگلیس هم مذاکره بکنه. موقعی که در اعتراض به انتخابات مجلس 15 هم رفتن بحث نشینی کردن، همین سید حسن امامی و خیلی آنگلوفیل ها هم در اون بحث نشینی بودن. شما نمیتونید این را پیراهن عثمان بکنید. یک. دوم اینکه مصدق در مجلس 15 هم اجازه بدید نبینه. شما حرفتون زدید کافیست. من هم مختصر عرض میکنم. اگر آقایون موافق هستند جلسه تشکیل بشه شما فرمایشات بکنید، اون مربوط به خودشون هست. در مورد اینکه مصدق مبارزه کرد در مجلس 15 آقای نه، من در فرصت دیگری این توفیق و نصیب خودم میکنم که مستفیض بشم و خیلی مشتاق هستم. البته فقط برای اینکه تاریخ روشن بشه،
در مجلس اینکه مصدق مبارزه نکرد در مجلس 15 هم برای اینکه انتخابات مجلس 15 هم با تقلب صورت گرفت و مصدق جزء معترضین بود، انتخاب نشد، وارد مجلس 15 هم نبود. نطق حسین مکی و امثال اینها، تمام کارهایی که مکی و بقایی و دیگران کردن با همکاری مستقیم مصدقی ها بود. نطق حسین مکی رو تمامش رو مهندس حسیبی تهیه کرد، تمام جزئیات شو بلا مکی خودش سواد این قضیه رو نداشت. من نقش امثال مکی و مبارزات بقایی و اینها رو در این دوره اصلا انکار نمی کنم، یا کارهایی که در فراکسیون های مختلف می شد، یا اینکه طرفدارای انگلیس در یه موقعیت خاصی با افراد ملی همگام بودن که از منافع کشور دفاع بکنن وقتی صحبت از مخالفت با روس در کار بود. ذهن تاریخی مسائل نیست که شما یکی دو نکته رو بگیرید و حکم صادر بکنید که طرف 75% تحریف کرده. اصلا تاریخ این حرفا نیست. میدونی یه بینش کلیتری هست که شما تصور بکنید که زندگی کردن در یه زمانه چطور هست. یه حرفه ای هست، متاسفانه ما در ایران یه وضعیتی داریم که هر کارمند بازنشسته دوخانیات یا ثبت احوال بعد از اینکه بازنشسته میشه چند تا کتاب میخونه، مخصوصا بعضی یادداشت‌ها و خاطرات، فکر کنم محقق و مورخ. جسارت به شما نمیکنم، ولی حرفه ای هست که امثال ما ها سالها از عمر خودمون صرفش میکنیم، مثل پزشکی که در ایمونی کار میکنه. یه ذره احترام برای تخصص ما باید حفظ کرد. مثل اینکه کسی نمیره به یه پزشکی بگه که آقا مزخرفاتی که شما میگید چی هست، من یه گلداب زبانی الان درست میکنم تمام درد خودم رو دوام میکنم. متشکرم. کوروش. خیلی ممنون. لازم شد بعد از صحبت مکی شما من یه مختصری بگم، چقدر خوشحالم که این کتاب شما رو دستم رسید و خوندم. کتاب فوق العاده ای توصیه میکنم دیگران هم خواهش برم. کتاب بسیار دقیقیه و احساس من خیلی آموزنده است. نثر دلنشینی داره و خیلی مثلث نوشته شده. ممنونم. جملات شما تک تکش پرباره و منطقی نتیجه که میگیریم. به هر حال از نظر علمی خوشحالم که کتاب رو شما نوشتین، زحمت کشیدین. کتاب بحران دموکراسیتون رو هم چند پیش گرفتم از دانشگاهی که بخونم و بیشتر در موردش بدونم. سوالی که من دارم یه سوال خوب تاریخی، شما در سن تاریخ هستین، وقت دانشجو تاریخ هستین، استفاده برد از مقصد شما. ببینید شما توی کتابتون در مورد سیدی بعد از خوندن این کتاب این نکته خیلی مهم مشخص شد. یکی از تزای استعماری انگلستان در مبارزه با آزادی خواهان و روشنفکران ایرانی برای من مشخص شد. آن بود که شما به درستی دست این موچه اینا رو گرفتید، موششون رو باز کردید که انگلیسی ها نمیدونم جارجنده رو انداختن که نمیدونم کودت های 28 مرداد 32 نمیدونم ارزان ترین کودت های نمیدونم تاریخ بوده نمیدونم خدا میدونم. زمین این که دوست دارم در آمین یه مقدار حوات بیشتری رو برما بگیم و اون تخمینی که میزنیم مثلا چقدر اینا خرج کنن با توجه به مطلبی که کتاب بطور دقیق داشته شده کردیم، خیلی دوست دارم تزای دیگه هم که دولت های بیگانه مثل انگلستان بقیه برای شکستن صفوف آزادی خواهان دارن رو به خصوص در شهر در ایران برما بگیم. که تزای دیگه شده برای گفتگو در امرو نفت اینها یه گزارشی نوشتن که با ایرانی ها چجور باید رفتار کرد. مثل یه مثلا تاجر فرشی که شما قیمت رو اول از 2000 دلار شروع میکنید، بعد مثلا به 500 دلار میرسید توافق میکنید، چونه زدنشون چطوره، اگر مثلا کوچکتری امتیازی بهشون بدید ول نمیکنن چجوری. خلاصه یه چیزی که به اصطلاح میدونید اون مرحوم ادوارد سعید خیلی با روشنی دید و یه الگویی رو پیگیری کرد در فکر غربی در مورد مشرق زمینی ها و ما این رو خیلی به روشنی میبینیم که واقعا اینها برداشتشون از ایران برداشت خیلی راسیستی بود که اینها اصلا نژاد ایرانی قابل اعتماد نیست، اصلا راستگویی بلد نیست، اصلا حقیقتگویی بلد نیست، ترسو هستن، ترسو تر از اینها اصلا ما نمیتونیم پیدا کنیم. به این خاطر میدونیم این گونه حرفای قالبی و این گونه حرفای کلی و اینها موجب شد که مسئله نهضت ملی ایران رو خیلی ناچیز بگیرن. و گفتم که وقتی که نهضت به اوج خودش رسیده و تظاهرات هست و در روزنامه ها هست، حرکات هست و میدونید جمعیت تهران هم موقع جمعیت پخته بود،
من نیوز ریل های اون زمان رو که نگاه میکنم و من میبینم که مردم تهران برخلاف مثلا تهران امروز اکثرا روستایی هایی نیستن که از تازه از روستا ها اومدن، مردمی هستن از کلاهاشون، از لباسشون، اینها میشه تشخیص داد که اینها ریشه ای در مملکت، در شهر خودشون دارن، با یه احساسی وارد میشن. اینها برای حال یه حرکتی بود، یه جنبشی بود و اینها اصلا جدیش نگرفتند و فکر میکردن که این یه نوع عواطف خیال پردازانه زودگذری هست که اگر مقابلش بیستی و زور نشون بدی تسلیم خواهد شد. به این خاطر اول هم اومدن میدونید آبادان رو محاصره کردن، صدور نفت ایران رو بلوکه کردن، حتی صحبت از این بود که نیروی نظامی به کار ببرن، ولی روس‌ها بهشون هشدار دادن، مخصوصا امریکایی‌ها بهشون هشدار دادن که نیروی نظامی اصلا صلاح نیست در دوره ترومن البته، و الا اصلا اینا میگفتن اینا حقی ندارن، آقا این نفت مال ما هست، ایرانی چه کاره است، مش آدمای وحشی بی تمدنی که اگر این نفت رو ما کشف نکرده بودیم زیر خاک ها مونده بود، از بین رفته بود، هنوز اینها در غارها زندگی میکردن، ما رفتیم این نفت رو در آوردیم، اصلاح کردیم، ترتیباتی دادیم، تصفیه کردیم، حالا ما نفت ما رو گرفتیم. میدونی یکی از تأسفاتی که من دارم الان اینه که هنوز در مطبوعات ایران گاهی میبینم افرادی که خودشون روشنفکر محسوب میکنن کتاب مینویسن که ملی کردن نفت اشتباه بزرگ بود، و یا آقایی هم که اسم خودش رو مورخ گذاشته، ابراهیم صفایی نامی، او هم کتابی نوشته، چند نفر دیگه، اشتباه خطای بزرگ ملی کردن نفت، مثل اینکه آدمی نشسته شب خواب نما شده گفته آقا بهتر نفتم ملی کنیم، خیلی خوب بسیار، فردا بلند میشه ملیش میکنیم. تاریخ اصلا اینطوری نیست، یه نقش افراد اینطوری نیست در تاریخ، و اینکه ما از دیدگاه امروز بیایم نگاه بکنیم به اون زمان اصلا این حرفای سخیف نیست. نمیدونم حالا جواب شما سوال شما دادم یا نه، ولی میتونیم راجع به این خصوصی صحبت کنیم. خیلی ضمن تشکر از جناب عالی، خواهش می‌کنم، من امشب خوشحال هستم که با یک کارشناس اون دوران خاص داریم صحبت می‌کنیم و ای کاش جناب عالی یک مقدار از وقت رو روی دوران آخر مصدق به خصوص در اون چند روز تعیین کننده و سرنوشت ساز بنیان گذاشته بودید. خب مثلا میخوام خواهش کنم تا آخر بکنم. مشکل بزرگی که ما داریم اینه که در رابطه با چند وقتی که بحث شروع میشه اینقدر به اصطلاح زمین‌نشینی میکنیم که احتمالاً حوصله مجلس و یا اینکه انرژی سخنران به انتها میرسه. در رابطه با اون 3-4 روز تعیین کننده تاریخ ما این سوال، حالا بندم به سبک شاید بازنشسته های دخانیات بخوام این سوال بکنم، هیچ جسارتی به دخانیات نکردم، مثال زدم، قبلا اینو بازبان تنز عرض کردم. بله بله. ببینید من سوال اساسی من که سوال هاست دارم در این دوران واقعا اتحاره بکنم این که اگر برای مثال شاه بر نمیگشت و انگلیس ها حرکت چندونی انجام نمیدادن و به هر حال همه ما میدونیم که این کودتا چجوری انجام شد، حرکت چندونی انجام نمی گرفت و جریان 28 مرداد به وجود نمی اومد، برنامه مصدق اصولاً برای این دوران چی بود؟ نه. یعنی که اگر شاه بر نمی گشت ایران، توی کتاب شما خیلی گذرا صحبت از برقراری جمهوری کردید. درست. همین الان توی صحبتتون توضیح دادید که تاریخ اینگونه نیست که وقتی ما میخواییم مثلا ملی شدن نفت رو مطرح بکنیم این احتیاج به یک پیش زمینه داره که مثلا از سال مثلا 25 26 27 این پیش زمینه‌اش فراهم شده. حالا چطور یک آدم سیاستمدار مدبری که من بهش اعتقاد دارم که مصدق هست یه مرتبه میخواد فردای روز 28 مرداد امکانات برگزاری رفراندوم برای الغاء رژیم سلطنتی مطرح بکنه یا اینکه طرح ایجاد جمهوری طرح نهاد جمهوری رو مطرح کنه؟ تمام این بحثایی که ما میکنیم احتیاج به پیش زمینه هایی داره
واقعا مصدق می‌خواست چیکار کنه اگه شاه برنمی‌گشت؟ فرمایش شما بسیار متینه و سوال بسیار خوبی هم هست. ممنونم که این سوال کردید. ببینید پاسخ این سوال‌ها رو ما درست نمی‌دونیم. ببینید در ظرف اون 3-4 روز بسیار پرهیجان، بسیار سردرگم کننده با توجه به بحران‌ها، تظاهرات خیابانی و خیلی مسائل دیگه، می‌دونید ما اگر مجسم بکنیم اوضاع اون زمان رو می‌بینیم که اینها واقعا دچار شوکی شدند. خروج شاه از کشور اول به زیان سلطنت خواه تمام شد، بعد بلافاصله به نفعشون تمام شد. میدونید برای اینکه یک خلأ عاطفی ایجاد کرد، مردم یه نوع احساس استرابی کردند. مصدقی ها خودشون از نظر عاطفی اصلا آماده نکرده بودند. با شما من کاملا موافقم. فکر نمی کردن مثلا مصدقی ها شاه جرأت این کار نداره. فکر نمی‌کردن که من در کتاب اولم به این اشاره کردم، یعنی اصلا آماده نکرده بودن. مثل اینکه شما خودتون آماده بکنید که طوفانی اگر شد مثلا چه باید بکنید. بالاخره آمادگی ذهنی، چیزهایی نمی‌دونم، تخته‌ای، چوبی، میخی، اینها، تنابی ممکنه تهیه بکنید که اگر طوفانی شد آماده باشید. ولی اینا واقعا از نظر ذهنی خودشون آماده نکرده بودن. انقدر حوادث به تندی صورت گرفت و اوضاع نگران کننده بود. مثلا تظاهرات میشد، مشخص نبود که چه کسی این تظاهرات رو میکنه، یا چپی ها هستن یا واقعا ماموران سیاه هستند. میدونید تنها کاری که مصدقی ها خواستن در اون چند روز بکنن این بود که نظم برقرار بکنن تا اینکه بتونن یه ذره فکر بکنن ببینن چه باید کرد. بعدم شما نگاه بکنید که یکی از مشکلات بزرگ مصدق و هر سیاستمدار دیگری در ایران بود که واقعا آدم کاردان لایق خیلی کم بود. متاسفانه شما خاطرات مرحوم دکتر صدیقی رو ملاحظه کنید. خب من برای دکتر صدیقی خیلی احترام قائل هستم، چون چندین بار توفیق داشتم ایشون رو زیارت کنم و پای صحبت ایشون بنشینم و اینها. ولی وقتی که راجع به دوره وزارت کشور خودش می‌نویسه که از بیرون نگاه کردم دیدم عده‌ای شلوغ می‌کنن و اینها، مثل اینکه یه استاد دانشگاه هست داره مثلا گزارش میده. هم وزیر کشور باید در جریان باشه که چه توی شهر داره میگذره. تلفن میکنن آقای چند تا تانک اونجا دارن حرکت میکنن، اصلا کسی خبردار نیست. اینها همش معناش چیه؟ معناش اینه که دستگاه دولت در اون زمان، نهاد حکومت در کشورهای جهان سوم بسیار آسیب پذیر بود. دستگاه اطلاعاتی نداشتن. میدونید یکی از کارهایی که مصدق کرد درست یا غلط، اومد دست مثلا بودجه سری نخست وزیر رو از بین برد. خب شما وقتی که با یک امپراتوری مثل انگلیس درگیر شدید، بالاخره تشکیلات اطلاعاتی لازم دارید. تشکیلات اطلاعاتی متعارف کشور هم که تا حد زیادی وفاداری به دربار داره. ارتش هم این وسط اصلا معلوم نیست که با اینکه مصدق وزارت دفاع رو به عهده گرفته، بازم کنترل ارتش در اختیار اون نیست. از نظر عاطفی ارتش در فکر باز درباره. بعد مسئله جمهوری، اینها به فکر افتادن که خب حالا که شاه رفته چه باید بکنیم؟ آیا سلطنت رو تداوم بدیم؟ بالاخره یه فکری در خطور کرد بهشون، هرچند هیچ جای دیگر منعکس نشد، حتی در محاکمات و اینها هم نشد. ولی روز، یعنی صبح روز 28 مرداد، از تفحصی که من کردم اینها به این نتیجه رسیده بودن که ما میتونیم به مسئله جمهوریت به طور جدی فکر کنیم، ولی زمینه‌شو باید فراهم کنیم، ببینیم چه رفراندومی برقرار کنیم. اول از همه نظم باید برقرار کرد. از همه اینها که بگذاریم، امریکایی‌ها به هیچ وجه حاضر نبودن که وجود مصدق رو تحمل بکنن، کما اینکه میدونید که اسنادی بعداً منتشر شد که من در مقدمه کتاب اشاره کردم که اینها حتی زمینه‌چینی کرده بودن که نیرو در وقت در قشقای منطقه قشقای پیاده بکنن، هواپیما در ترکیه نگه بدارن، کشتی در بصره نگه بدارن، که چون مسئله این بود که اینا تبلیغات خودشون هم گاهی جدی گرفته بودن که کمونیسم خطر خیلی جدی هست، میدونید. و تمام این عوامل یک وضعیتی رو به وجود آورده بود که واقعا جز سردرگمی هیچ چیز دیگری نمیشه، اسم دیگری نمیشه روی گذاشت. تمام این عوامل رو ما باید در نظر بگیریم. دولت‌های امروزی می‌دونید از چه امکاناتی بهره‌مند هستن، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های امنیتی، تمام اینها. ولی در اون زمان
دولت‌های جهان سوم، دولت مخصوصاً دولتی که در بند قانون بود. آقای دکتر توکلی دوست عزیز من کاریکاتورهایی دارن از دوره مصدق. خب یکی از نکته‌هایی که میشه از این کاریکاتورها آموخت این است که چقدر آزادی مطبوعات وجود داشت. می‌دونید حدود بیش از 300 نشریه در اون زمان منتشر می‌شد در تهران که تعداد زیادی از اینها موضع ضد حکومتی داشتن. و یه محیطی بود که یعنی مصدق یه نوع آرزومندی ها، یه نوع آرمان خواهی های آزادی خواهانه داشت، ولی ابزار ساختاری تحقق اینها همیشه فراهم نبود و این واقعیت رو ما هم باید در نظر بگیریم. من به سوال شما میدونم جواب ندادم اونطور که خودم دلم میخواد، اما خواستم یک ذره از پیچیدگی ها، دشواری های اون زمان رو منعکس بکنم. با تشکر، من هم مثل بقیه دوستان از صحبتی که خیلی استفاده کردیم یه سوالی داشتم در مورد این مسئله 50% که با قوام اینا مطرح کرده بودن. با رزمارا اول در واقع میشه گفت. بله. استفن کینزر تو کتاب براندازیش میده که مثل که در اون زمان 16% قبلش، یعنی میخواستن اینو بکنن به 50%. بله درست. ولی حق با دیدن دفتر دستک‌های انگلیس رو کسی نداشته. آیا این 50% هم به همین شکل بوده؟ یعنی اینا ادعا میکردن این قصول ماست، 50%ش رو میدیم و فقط مطرح میکردن برای اینکه به قول شما این تب جنبش ملی‌گری رو بخوابونن و بعدش هم بازم چون انگلیس مثل که در اون زمان تمام نفتش از اینا تمیده. درسته. و هیچ مستعمره دیگه این نداشتش که نفتش به دفعه حیاتی بوده برای و فقط برای ساکت کردن بود. ببینید جزئیات این تقسیم بالمناسبه رو نمیدونیم چون هیچ وقت اون طرحی که به رزمارا دادن هیچ وقت دیده نشد، برای اینکه با کشتنش از بین رفت. اون طرحهای دیگری که مطرح کردن چون ایرانی ها هیچ وقت نپذیرفتند وارد مرحله عمل نشد. ولی تصور من این است که اگر ایرانی ها توافق کرده بودن روی مسئله پذیرفتن 50%، امکان این که به اصطلاح پرونده اقتصادی و مالیاتی شرکت نفت و اینها رو ببینن بهشون میدادند، چون وضعیت دیگه قدری جدی شده بود که خان هم به قول معروف فهمیده بود، یعنی حاضر بودن اینو بپذیرن 50-50 و من فکر میکنم اون امتیازات رو هم میدادند. ولی مصدقی ها به هیچ وجه دیگه حاضر به پذیرفتن 50-50 نبودن. اینها گفتن آقا ما غرامت بدیم. غرامتی که اینها میخواستن بدن باز بر سر مسئله غرامت اختلاف بسیار اساسی بود، برای اینکه انگلیسی ها میگفتن که غرامتی که ما میخواییم باید تمام سودی که ما در ظرف بقیه مدت این امتیازنامه عایدمون میشد تمام این رو در بر میگیریم، یعنی سود از میان رفتن کسب و کار. اینا میگفتن آقا این که حرف نشد، نمیشه که ما طبق مقررات قانون بین المللی، قوانین بین المللی در این مورد در کشورهای دیگری که شده، از جمله رفتاری که خود شما میدونید اولین کشور اروپایی هایی که از اولین کشورهایی که خودش صنایعش رو ملی کرد خود انگلیس بود دیگه، بعد از جنگ زغال خیلی از صنایعش رو ملی کردن و اینا میگفتن همون خسارت هایی رو که شما به اون صاحبان صنایع دادید، به سهامداراشون دادید، یا وضعی که در مکزیک بوده یا جاهای دیگه بوده، ما حاضریم همون حال بدیم. حتی صحبت از 800 میلیون دلار هم مطرح شد. اما نکته جالب اینه که تمام اونهایی که بعداً سردمدار کودتای 28 مرداد شدن و بعد از 28 مرداد در مقام قدرت قرار گرفتن، از جمله آقای زاهدی، از جمله آقای کاشانی، از جمله آقای بقایی، از جمله آقای ایریزاده، اینا گفتن آقا ما یک ریال هم به اینها بدهکار نیستیم، چه خسارتی ما داریم بدیم. مصدق گفت نه آقا ما نفتی رو اومدیم ملی کردیم، خسارت رو باید بدیم. فقط بحث بر سر این هست که این خسارت بر چه اساس و اصولی باید باشه. بر اساس معیارهای متعارف بین المللی که مثلا مصری ها بعداً کردن، میدونید بر اساس استاک اکسچنج پاریس وقتی کانال سوئز رو ملی کردن اومدن خسارت اونایی که زیان دیده بودن دارند. ایرانی ها دنبال فرمولی بودن که خسارت نمیخواستن کار غیر قانونی خلاف قانون بکنن. ولی این آقایونی که بعداً گفتن خودشون بهرمند های کودتا شدن، میگفتن ما هیچ خسارت یک ریال هم به اینها بده کار نیستیم. چکرم.
آقای دکتر عظیمی از سخنرانی بسیار شیواتون سپاسگزارم. متشکرم. این دوره 1320 تا 1332 یکی از دوره‌های خیلی حساس و مهم تاریخ ایران هستش که به یک شکلی آغازش با جنگ جهانی دوم همزمانه، همونطور که فرمودین جنگ سرد شروع شده و بعدش هم ملی شدن نفت مسائل داخلی و محلی ایرانی رو مسائل جهانی می‌کنه. درست. یعنی یک دوره‌ای هستش که برای شناخت مشکلات جنوبی و حتی مشکلات محلی حتی که شهرداری تهران دوره شما بسید اون جنبه جهانیش رو هم در نظر بگیرید، جنبه منطقه‌ایش رو هم در نظر بگیرید و یکی از مشکلات به نظر من مهم تاریخ نگاری در ایران دقیقاً این هستش که چگونه این ارتباط بین تغییر تحولات محلی و افرادی که دارای قدرت و منافع خاص هستن، مثلا شاه به یه شکلی دارای منافع خاصی هستش که با منافع مثلا کسانی مثل مصدق و بقایی اینا یکسان لزوماً نیستش و بنابراین اگر بخوایم منافع همه افرادی رو که در صحنه سیاست شرکت کنن جدی بگیریم و به یه شکلی شرکتشون هم در سیاست دقیقاً برای پیشبرد منافع خودشونه که به یه شکلی با منافع ملی هم ربط داره و با مسائل جهانی هم ربط داره. به نظر من یکی از مشکلاتی که این دوره تاریخ ایران داره این هستش که متاسفانه قرائت‌هایی که داریم یک طرف خودش رو میهن پرست و وطن دوست و ایران دوست و ایران خواه میدونه، طرف مقابلش رو هر کسی که باشه خائن و نوکر و به اصطلاح نوکر صفت و این میدونه. من فکر میکنم این یکی از مشکلات بزرگ ماست. شما به درستی فرمودین که حتی اونایی که از انگلیس پول میگرفتن خیلی زرنگ بودن، دوتو خورش کردن، یعنی من از سر انگلیس ها رو کلا گذاشتن، پولا رو گرفتن برای پیشبرد منافع خودشون. یعنی حتی کسانی رو که ما به یه شکلی میبینیم که اینجا رفتن پول گرفتن و با انگلیس ها دارن همکاری میکنن، نباید ما برای این فرض رو چیز بشیم که اینا خودشون منافع خودشون رو ندارن. به یه شکلی اگر اون شرق‌شناسی که شما در رابطه سعید گفتین جدی بگیریم، یعنی این که اون نوکر صفت هم حالا هر کسی میخواد بشه، سید ضیا به نظر من خیلی ملی یعنی یه شخص ملیه، ولی ملی بودن ایشون با ملی نوع ملیگرایی مصدق فرق میکنه. زاهدی یه ملی هستش، شاه یه ملیه، ولی ملی بودن اینا با ملی بودن کاشانی متفاوته. یعنی مسئله اساسی این میشه که به جای اینکه ما بخوایم همین قرائت‌هایی رو که در همون دوره‌ها ساخته شده، یعنی الان شما توجه کنید در انقلاب مشروطه همون قرائت‌های طرفدار مشروطیت و مخالفان مشروطیت همینطوری در نوشته‌ها تکرار میشه. خیلی بحث‌های طرفدار مصدق و مخالفان مصدق رو حتی توی کارهای خیلی جدی هم اینا رو تکرار ما می‌کنیم. من فکر می‌کنم مسئله اساسی این هستش که یه راهی ما پیدا کنیم که یکی از این یه نفر ملی بخونیم، یکی رو زنده ملی بدونیم، از این عبا کنیم و بعدا جدی بگیم که همه این افراد منابع خاص خودشون رو داشتن و منابع ملی داشتن. اگه این کار ما بتونیم بکنیم بعدا از این وصل چسبوندن رو به یه شکل ترک کردن افراد این فرمایش درسته علال اصول، اما اون وقت مفهوم منافع ملی دیگه تا حدی بیرنگ میشه. هیچ شکی نیست که هر کسی که اقدام میکنه منافعی داره، یا یعنی انگیزه افراد یا ایدئال ها آرمان ها هست، یا منافع، یا یه ترکیبی از این دوتا هست، یا دیوانگی و مسائل دیگه که حالا یعنی بحث این که انگیزه چی هست و اینها خب بحث پیچیده ایست هم در تاریخ هم در حوزه علوم اجتماعی. در موارد من هیچ نمیگم که من اصطلاحی که مثلا سید ضیا آدم وطن فروش بود یا نمیدونم قوام آدم فلان بود، این حرفا رو من نه زدم نه به هم معتقد هستم، میدونی اصلا، و از این دید نباید نگاه کرد به تاریخ یه عده خائن بودن یه عده خدمتکار بودن. اصلا این تعبیرات و اینجور چیزها در عرف تاریخ نگاری همونطور که شما میدونید اصلا مطرح نیست. اما یه مواردی ما داریم که مثل مورد مثلا فرض بکنید که برادران رشیدیان هست، اینا یه آدم هایی هستن که مستقیماً با سفارت انگلیس ارتباط دارن، پول میگیرند، این پول رو توزیع میکنن و میدونید یه مسئله ای که مثلا ما باش مشکل داریم اینه که آیا چیزی به نام فرض بکنید خیانت در عرف بین‌المللی یا در عرف قانونی محلی از اعراب داره یا نداره. مثلا توی قانون انگلیس شما نگاه کنید یه همچی اصلی هست،
به همین دلیل هم کسانی که مثلا در دوره در انگلیس رفتن با روس‌ها با شوروی‌ها مذاکره کردن و اسرار دولت انگلیس رو به اینها دادن، مثلا یکیشون سر انتونی بلانت که نمیدونم مأمور حفظ آثار تاریخی ملکه بود و بعد معلوم شد که ارتباط نزدیکم با شوروی داره، جاسوس شوروی هست. خب اینجا ما اگر بخوایم مفهوم منافع رو خیلی بحث بدیم اون وقت شاید اینو اشکال بشیم. طبعا او هم معتقد بود که منافع انگلیس اقتضا میکنه که در یه دوره خاصی اسرار مهم دولت انگلیس در اختیار شوروی قرار بگیره. میدونی یا رشیدیان ها معتقد بودن که منافع ملی ایران اقتضا میکنه که دولت انگلیس تا ابد در ایران استقرار داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها میتونن از برکت دولت فخیم انگلیس تشکیلات امپراتوری عظیم اقتصادی خودشون رو خیلی رونق بدن. اما این به واقعیت تاریخی وفق نمی‌کنه، کما اینکه بعد از 28 مرداد خود انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدن که آقا و امثال این رشیدیان ها ما اگر زیاد نزدیک بشیم آبرومون خواهد رفت و سعی کردن خودشون رو به طور کلی از این جماعت دور نگه بدن. من قبول دارم که هر کسی بر انگیزه بر اساس منافعی انگیزه های کار میکنه، ولی در این مواردی به هر حال ما باید این انگیزه ها را ارزیابی بکنیم. همه انگیزه ها نمیشه به اندازه ملی دونست. بحث خدمت و خیانت نیست، ولی یه جای آرمان خواهی بیشتر از مصلحت نگری شخصی ممکنه اهمیت داشته باشه. منفعت جویی شخصی در مواردی خیلی امر عادی است، هر کسی دنبال سود و زیان خودشه. اما من این در امر سیاست به کار، یعنی تأکید روی مصلحت شخصی رو یا سود و زیان شخصی رو خیلی کارآمد نمیبینم از نظر تبیینی. ما باید چشم انداز گسترده‌تری نگاه بکنیم، ببینیم که چه افراد واقعاً اونایی که معتقد بودن که به چیزی به نام ملت ایران یا مشروط خواهی در ایران یا سرنوشت ایران علاقمندن، چقدر رفتارشون با شعارهاشون، با ایدئالهاشون، با حرفهاشون، با عملشون اینها تطابق داشت. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. در حال دو با سپاس از صحبت ها و کتابتون من استفاده کردم در بعضی جا. اتفاقا من یک سوال هم در ادامه صحبت آقای دکتر توکلی هست. من خودم به عنوان یه شخصی که واقعا مصدق و دوست دارم، در اون زمان هم زندگی نکردم، رشیدیان هم نبود. بعد ببینم که سیاست مملکت و وضع اقتصادیش وزارت میخوام مثل یه سوسک وارونه افتاده و هیچ جور جای برگشتی نداره. نیروهای اجنبی یا وابسته یا هرچی در اونش فعال هست. نگاه میکنم که این مملکت به چه صورت در خواهد بود. مسلمه که من اگر منافع مملکتم رو در نظر بگیرم دیگه مصدق و محمد رضا شاه و ایکس و ایگره رو میذارم کنار. میبینم اگر به دست فرزند کاشانی مسئله حل میشه، من که ممکن خیلی بدم بیاد ازش میگم، وضعیت ما در 28 مرداد اینطوری از نظر جهانی 5 سال پیش آخرین تکیه های اروپای شرقی چکسلواکی رفت زیر پرده آخری. چند پیش از اون هم کمونیست ها در چین و کمونیستان پیروز شد. از نظر بین‌المللی برای امریکا قابل قبول نبود که آبروریزی دیگه ای رو در اتو رفتن اینو زیر پرده آهنی یا اختشاش وضعیتمون بپذیریم. از نظر داخلی وضع اقتصادیمون همون بود و اون چیزایی که در رابطه با شکوفایی اقتصادی، اقتصاد بدون نفت در رابطه با دوران که 28 ماهی که مصدق بود، اینها برای من قابل قبول نیست. حداقل با اطلاعاتمون شد بستن حساب واردات، افزایش صادرات و قیمت عدم مصرف داخل، چهار برابر شدن قدرت دلار، وضع غیر قابل دوام بود. اینجا با رفتن شاه نگرانی به حق و در اینجا پرانتز کوچیک باز کنم در صفحه 195 کتاب شما خیلی برای من شگفتی آور بود که اشاره شده که اینترنت سرویس و CIA این جریانات رو، یعنی وقایع 27 و بعد مجسمه پایین کشید. اصلا مقاله در صورتی که ما میدونیم، یعنی تا اینجا که ما میدونیم، در این لحظه من میدونم
این کار حزب توده بوده و دکتر فاطمی در روزنامهش و درخواست‌ها و اینا وجود داشته. ولی برحال این ادعا در کتاب شما در اینجا من میگم این اتفاق برای مملکت اجتناب ناپذیره. حالا من در اینجا بین اون تیتر کتاب شما حاکمیت ملی و دشمنانش میبینم انگار من دشمن حاکمیت ملی و ایران هم هستم، ولی نیستم. شما میدونید در واقع مصدق ستیز کردی و مصدق به نظر من اینطور نیست. من در اینجا موارد دیگه هم هست که طولانی نشه، در رابطه با 28، در رابطه با بعد از شهریور 20 مطلبی اشاره به نظر من نشده که بازگشت مذهب به سیاست هست، گذراندن علوم دینی در مدارس، این هم یکی فشار به باهائیان، آتش زدن مرکز. این که مال بعد از 28 مرداد. بله؟ نه، مال بعد از 28 مرداد. معذرت، من اشتباه. اما بین دو حواشی دو رویداد مهم تاریخی ما از شهریور 20 داشتیم. یکی وقایع آذربایجان است، یکی 28. از نظر کل این تاریخ ما بسیار به نظر میاد وقایع آذربایجان مهمتره. البته شما پرداختید. ولی از نظر عواقبش که به صورت عینی اتفاق افتاده 28 مرداد و وقایع بعد از اون عملا تو روح و روان ایرانی اثر گذاشت. من خواهش میکنم که در واقع این 28 مرداد نباید چنین جایی داشته باشه. یعنی با یک نگرش غیر سفید و سیاه ما به این نبردها و جنگ‌های صلیبی باید به یه جوری خاتمه بدیم. نه اینکه بحث هم کنیم، ولی نگرش نباید 100% سفید و سیاه باشه. من مختصر بگم، من هیچ شما این نظرتون محترمه و من موافق نظر شما نیستم. من دوره مصدق رو تداوم حرکت‌هایی میدونم که در انقلاب مشروطه شروع شد و همین گرفتاری‌هایی رو که ما در دوره مصدق می‌بینیم بعد از انقلاب مشروطه هم می‌بینیم. حالا عده معتقد هستن که به هر حال برای اینکه یک کشوری بالاخره به جایی برسه و چیزی ببینه یک مبارزاتی در تاریخش باید باشه. شاید این حرف خیلی حرف خیال پردازانه و کهن‌کیشانه باشه. یه عده دیگری حتی در ایران میشنم این روزا معتقدند که ما میبایستی مستمره باقی بمونیم. به یکی از دوستان میگفتم و اگر ما با انگلیسی ها در نیفتاده بودیم اقلا تعداد زیادی از ما امروز انگلیسی درست بلد بودن. این همین نقطه نظریست. بنده با این نظر موافق نیستم. من معتقد هستم که حاکمیت ملی به این معنا که ملت ایران حاکم بر سرنوشت خودش باشه، هم در حوزه زندگی خصوصی، هم در حوزه زندگی عمومی، هم در حوزه زندگی بین‌المللی، رأی ملت معیار باشه، این بسیار مرحله مهمی در پیشرفت ملت. ما هنوز با این مشکل مواجه هستیم. شما اگر به این مسئله اعتقاد ندارید، خب این امر ارزشی است. من ارزش‌های خودم رو دارم، هیچ مورخی نیست که ارزش‌های خودش رو نداشته باشه. شما هم ارزش‌های خودتون دارید. شما ممکنه توصیه اقتصادی براتون مهم باشه، نه همونطور که برای مثلا دوله پهلوی هم مهم بود. برای من به قول مصدق جای نقل میکنه وقتی میخواند ارزیابی بکنن که ملتی به درجه از تمدن رسیده، نمیان بگن که چند تا پل در اون کشور ساخته شده. اینها میان بپرسن، میپرسن که اون ملت در تعیین مقدرات خودشون چقدر سهم، یعنی رأی اون ملت هم مؤثر یا نیست. تلاش کردن که رأی ملت مؤثر باشه، تلاش کردن که انتخابات آزاد باشه، مطبوعات آزاد باشه. ما هنوزم با این مسائل مواجه هستیم. اگر شما این تلاش‌ها رو با ارزش می‌دونید، خب اون دوره هم در چشم‌انداز تاریخی باید دوره مؤثری بدونید، یه گام مهمی بدونید در جهت این هدف اساسی که ما در از انقلاب مشروطه به این طرف دنبال کردیم در اصول آزادی و دموکراسی. اگر این ارزش‌ها برای شما مهم نیست، خب امر دیگری از شما جامعه مصرفی رو ممکنه بپسندید، شما نمیدونم توصیه اقتصادی رو ممکنه بپسندید، اون امر دیگری است. در نظام ارزشی من حاکمیت ملی بسیار مهمه. اونجا هم معنای خاصی کردم از حاکمیت ملی. دشمن رو هم که به کار بردم این به توصیه ناشر بود و این یاد این جمله معروف کارل پاپر افتادیم، The open society and its enemies. و اینجا اون انمیز رو من به اون معنای پاپری به کار بردم، نه به معنای دشمنی که
فلان کس میگه اینها دشمن هستن، دشمن از چند طرف ما حمله میکنه. یعنی کسانی که مخالف بودن در حوزه فکری خیلی مخالف بودن. من به آقای کاشانی هیچ وقتی اتهام این که نمیدونم وطن فروش بود یا فلان بود یا نزدم، یه آدمی بود که واقعا اعتقاد داشت که صلاح ایران در این هست که پادشاه مقام مهمی باشه. بقایی و حسین مکی اینها واقعا معتقد بودن که مملکت ایران باید طوری باشه که امثال بقایی مکی بتونند به عنوان دلالهای سیاسی نقش بسیار عمده ایفا کنند و فکرم میکردن که میتونن میکنن بعد از 28 مرداد. من مطمئنم که اگر آقای کاشانی به مکی و بقایی پیشبینی کرده بودن که بعد از 28 مرداد چه بر سرشون خواهد اومد، همکاری نمیکردن. میدونی؟ قضایا خیلی پیچیده هست، ولی به هر حال ما اگر معتقد هستیم که دموکراسی یک پدیده با ارزشی است و به هر حال در دنیای متمدن یک علامت پیشرفته، حالا هر تعبیری ما از دموکراسی داریم، یک سابقه دموکراسی در کشور باید داشته باشه و سابقه عمده‌ای که ما در داریم می که انقلاب مشروطه هست و یکی هم جنبش ملی هست که در ادامه اون هست که دو هدف همگام با هم دیگه داره. یکی حاکمیت ملی هست که دولت حاکم بر منابع ثروت خودش باشه به ملت ایران. دوم حاکمیت مردمی هست که اینها با هم توأم هستن که خود مردم هم رأیشون در آخرین تحلیل تعیین کننده مشروعیت دولت باشه. این هدفی بود که اینها دنبال کردن. حالا شما میپسندید نمیپسندید، این بد بود نبود، هیچ کدوم اینها فرشته نبودن. ما آدمهایی کار داریم با توانایی ها، ناتوانی هاشون، با بدبختی هاشون. میدونی آدم هایی که شما پنج ایرانی رو به قول معروف، باز انگلیسی ها زیاد از این حرفا میزنن، جای جمع بکنید، بخواید سر این موضوع توافق بکنید، هزار اختلاف پیش میاد. هیچ وقت یه حزب سیاسی درست و حسابی که وابسته به یه قدرت خارجی باشه ما نتونستیم در ایران درست بکنیم که سر بگیره، دوام بیاره. ما فکر بکنیم که چرا نتونستیم، چه عواملی موجب شده که روح همبستگی در ما پیدا نشده. میدونید خب اینا یه چیزهایی هست که باید بهش فکر کرد. متشکرم. دوستان ما از نظر وقت به شدت در مسیره هستیم. 10 نفرم اسم نوشتن. من خواهش میکنم که سوالاتتون رو شدیداً خلاصه کنید. آقای بهبین. یا من موزن نیستم جواب بدم. بله. من هم میخواستم یکی از این اگرهای تاریخی رو ازتون سوال بکنم. بفرمایید. خب وقایع تاریخی اتفاق افتاده، کارش نمیشه کرد، تموم شده. نه. ولی دوستمون اینجا سوال کردن که اگر در 28 مرداد شاه بر نمیگشت چطور میشد؟ این یه اگر تاریخی اهمیتش هم اهمیت داره اتفاقا. طرحش برای این که انسان اجازه میده که فکر کنه که وقایع چجوری میتونست اتفاق بیفته و در آینده مثلا در موارد مشابه چه کارهایی باید کرد، چه کارهایی نباید کرد. حالا در این مورد من میخواستم یه سوالی اگر تاریخی دیگر رو سوال کنم از حضور دنبال. اونی که اگر خاطرتون باشه در همون برهه 28 مرداد به نزدیکمون حکومت آمریکا عوض شد، یعنی جمهوری خواهان اومدن به جای نوامبر 52. اگه اشتباه نکنم با فاصله کوتاهی آیزنهاور اومده بود به اصطلاح رئیس جمهور شده بود و برادران دالس خیلی با شرکت‌های نفتی روابط بسیار نزدیک داشتن. یکیشون شده بود رئیس CIA، یکیشون هم شده بود وزیر خارجه. بله، جان فاستر بارنز. انگلیس ها یه هیئتی میفرستند به موجب اون کتاب کودتا در کودتا در اونجا مطرح کرده. یه هیئتی میفرستند و این هیئت در اتاق جان فاستر دالس تشکیل جلسه میده و عرض کنم که مجری کودتا هم در همون جلسه تعیین میشه. آقای کینگ روزبلت در همون جلسه تعیین میشه. به هر حال از این بگذاریم، من سوالم اینه که در این اگرهای تاریخی اگر ترومن که به اصطلاح جور دیگه قضایی ها رو میخواست حل بکنه و در دو سه مورد هم به نفع ایران
به انگلستان فشار آورده بود که پیشنهادهای بهتری به ایران ارائه بکنن، اگر حکومت آمریکا عوض نشده بود و ترومن هنوز بود یا دموکرات ها میومدن سر کار چه میشد؟ نه، من فکر نمی کنم تغییر زیادی صورت میگرفت. یه عده‌ای معتقد هستم که بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها در این مورد اختلاف نظر خیلی اساسی بود. من فکر نمی کنم. میدونید وقتی که پای منافع کشور امریکا در میان میاد، این تفاوت ها فروکش میکنه. ترومن کسی بود که فرو انداختن بمب اتمی رو تایید کرد، خیلی کارها کرد که به نظر شگفت‌انگیز میاد. یه آدمی بود که وقتی تصمیم میگرفت تصمیمش قطعی بود، برو برگرد نداشت و فکر زیادی هم نمیکرد، مثل اینکه اول تصمیم میگرفت بعد فکر میکرد. و من زیاد مطمئن نیستم که، البته از آیزنهاور خب دلبستگی های نسبتاً ملایم دموکراتیکش دموکراتیک به معنای حزب دموکرات خب بیشتر بود، ولی میدونید CIA سازمان جدید و تأسیسی بود، اینها میخواستن یه جایی این کارآمدی خودشو نشون بده و در مورد ایران نشون داد، بعد بلافاصله بعد در گواتمالا نشون داد. و میدونید خود مسئله فقط مسئله CIA نبود، MI6 بسیار بسیار فعالتر بود در این جریان ها. و وقتی که روابط ایران و انگلیس قطع شد، پرسنل به اصطلاح فعال انگلیسی در ارتباط با CIA قرار گرفتن و اقداماتشون رو ادامه دادن و افرادی در مراتب بالای دستگاه اداری ایران، از جمله فرض بکنید معاون دکتر فاطمی به احتمال خیلی زیاد، یعنی عبدالحسین مفتاح که بعداً در کابینه زاهدی وزیر خارجه شد، این از کسانی بود که ارتباط نزدیک با اونها داشت. حالا ممکنه بفرمایید که منافع او اقتضا میکرد، ولی اون کسی بود که مثلا گزارشاتی که من به احتمال زیاد به زرس قاطع نمیتونم بگم، ولی شمم یعنی از قرائن به این نتیجه رسیدم که کسی که اطلاعات محرمانه‌ای که در کابینه مطرح میشد رو به انگلیسی ها اطلاع میداد، به احتمال خیلی زیاد عبدالحسین مفتاح بود که معاون فاطمی بود. عبدالحسین مفتاح، بله، پسر معروف مفتاح سلطان و اینها که سابقه قدیم انگلیسی دوستی داشتن اینها. و به این ترتیب نقش CIA رو، نقش امریکا رو ما خیلی جدی گرفتیم. این کودتا زمانی موفق شد که این دوتا کشور با همدیگه همکاری کردن. بعدم کودتا حاصل یک فراگردی بود، یک پروسسی بود که بلافاصله بعد از نخست وزیر مصدق شروع شد، سرانجام بالاخره به نتیجه رسید. پول‌های هنگفتی اون اوائل خود انگلیسی ها خرش کردن، میدونی روزولت میگه ما این مختصر پول خرش کردیم، بسیار حرف مزخرفی است. خود انگلیسی ها بسیار پول‌های هنگفتی خرش کردن در این مورد. و دکتر مصدق گفت 60,000 دلار درست بله متشکرم. خواهش کنم، من یه سوال دارم که قصه اظهار نظر دارم. سوالم اینه که 4-5 تا قرارداد در طول نهضت ملی پیشنهاد شد به قانون مصدق، مثلا آخرش قرارداد بانک جهانی بوده، میگن مصادره‌اش بوده. بله. یه سخنرانی، یه مقاله داره دکتر پرویز بینا توی کنفرانس مصدق چند سال پیش، این همین قرارداد رو مورد بررسی قرار دادن. بعد مسئله که میگفتن، یکی از مسائل که همینطور که خودتون اشاره کردین مسئله غرامت بوده، ولی مسئله دیگه هم که اشاره میکنم مسئله حق حاکمیت ملی بوده که اگر اینا به بلاتای فول هیل مسئله تولید و توزیع و اعمال حاکمیت ایران رو بر حسابها سعی میکردن که از زیرش بسار شانه خالی بکنن. درست. اگر ممکنه یه مقدار تمامیم مشخص بانک جهانی اگه جزئی مثلا توضیح بفرمایید. بعد یه مسئله دیگه هم، من خیلی تأثیر میکنم از این صحبتی که شما کردید در مورد اینکه نهضت ملی رو ذیل نهضت مشروطه قرار بدین. یه دیده خیلی تازه‌ایه و من ندیدم توی کار محققین به این ترتیب بگیرن نگاه کنن. اگه چیز دیگه در این زمینه به نظرتون میاد محبت بکنیم بفرمایید، خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. اگر یه کتاب مختصر تازه بنده نوشتم انگلیسی که تازه در اومده
به نام The Quest for Democracy in ایران که این تاریخ ایران از انقلاب مشروطه به این طرف به این تم رو یه مقدار پروندن این دانشگاه هاروارد چاپ کرده، الان هم در کتاب فروشی هم موجوده، اگر براتون اگر علاقمند هستید اونو ملاحظه بفرمایید، شاید این نکته هایی درش باشه در همین زمینه ها. در مورد قراردادهای مختلفی که به ایران ارائه شد، از بین همه اینها درست قرارداد بانک جهانی از جهاتی بیشتر بالقوه میتونست منافع ایران رو تأمین بکنه، ولی خود این قرارداد هم مشکلات خیلی زیادی داشت، از جمله اینکه بانک جهانی اصرار داشت، اولا خود انگلیسی ها از ابتدای کار در جریان تمام جزئیات قرارداد بانک جهانی بودند و مقامات انگلیسی که قبلا سابقه کار در شرکت نفت داشتن در بانک جهانی جزو مقامات ارشد بودند و هیچ نکته ای حتی یک ویرگولی در این قرارداد گذاشته نمی شد که با مقامات انگلیسی مشورت بکنه. این نکته، یعنی بانک جهانی یک مؤسسه بی‌طرفی نبود که بیاد یه قراردادی بنویسه بعد بگه ما اینو به ایران نشون میدیم به انگلیس هم نشون میدیم. یه قراردادی بود که با توافق کامل با انگلیسی ها اینا به اصطلاح تدوین کردن. دوم اینکه این قرارداد مشکلی که برای ایران ایجاد کرد و مصدق حاضر به پذیرفتنش نبود این بود که این قرارداد میخواست به عنوان نماینده دولت ایران و نماینده شرکت نفت در آن واحد انجام وظیفه رو بود. مصدق میگه آقا شرکت نفت دیگه وجود نداره، ما بر اساس اصل حاکمیت نفت رو ملی کردیم، شما و نماینده ما نماینده دولت ایران باشید، بیایید این نفت رو توضیح بکنید. اینها این یه مسئله بود که اینها میخواستن نماینده هر دو طرف باشن. دیگران که اصرار داشتن که در مورد مدیریت شرکت ماموران مقامات انگلیسی هم باشن، جزء مدیران ارشد شرکت، یعنی اینا می‌خواستن زیر یه عنوان جدیدی همون مدیریت سابق و امر توزیع و تولید و توزیع نفت و بازاریابی و اینها رو به صورت دیگری انجام بدن و این برای مصدقی‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نبود. گذشته از این می‌خواستن نفت رو به قیمت خیلی خیلی با تخفیف خیلی زیادی بخرن، ولی مهم‌تر از همه اینا همین بود که اینا می‌گفتن آقا بانک جهانی اگر بیاد به عنوان نماینده دولت ایران عمل بکنه ما حاضر هستیم، ولی نه به عنوان نماینده ایران و شرکت نفتی که دیگه وجود خارجی از نظر ما وجود قانونی نداره. چطور باشه؟ یکی شو بفرمایید. من خیال بارتون به معقولاتی مثل کودتا دیدی ندیدی و کم کم کودتا رو پوش کنیم به زیرنویس و اینام ندارم. کودتا سوال خیلی ساده دارم. چرا دکتر فاطمی دیدی آدم این نمیخونه به قرائن میشه فکر کرد که دکتر فاطمی از نزدیکان دکتر مصدق به هر حال آدم رادیکالی بوده که اون مجازات به اصطلاح شدید و شنی و در موردش و تنها کسیه که به اون نحو مجازات میشه. درست. چرا؟ این رادیکالیسم چون میخواستمونه اشاره کردم میکنم مجسمه پایین کشیده بوده دو روز قبلشون هم فکر میکنم اون دلیلش بشه. نه. یکی دیگه هم سوالم اینه که نظرتون راجع به این کتاب گذشته چراغ راه آینده که من یه وقایع نگاریه در تاریخ نیست، نظرتون چیه راجع؟ سوال دوم آسان‌تر، اول جواب میدم. کتاب خوبیست در حدی که زمانی که منتشر شد و تحقیقات جدیدی منتشر نشده بود، یکی از اولین کتاب‌هایی بود که در این زمینه در اومد. خب می‌دونید این تحقیقات مصدق شناسی و تحقیق راجع به دوره مصدق و اینها تازه است. اولین کاری که در این مورد صورت گرفت یک کنفرانسی تو دانشگاه تگزاس بود سال 1985 که بعد منتشر شد و بعد از اون تحقیقات دیگه، برای اینکه اسناد انگلیس بسته بود. می‌دونید یه قانونی دارن که تا 30 سالی اسناد بسته است و من خودم به تدریج هی همه ساله رفتم تا این اسناد باز میشد اینها رو میخوندم پیش میرفتم و اون کتاب در حد خودش کتاب خوبی است و منابعی داره. اینها در مورد فاطمی، علت عمده این که اینها با فاطمی خصومت کردن، میدونید فاطمی جز کسانی بود که در 25 مرداد دستگیر شد و بعد خیلی باش بد رفتاری کرده بودند، کودتای اول میدونید که ناکام بود و بعد آزادش کردن و اینها، این خیلی از این مسئله رنجیده شد و سرمقاله های بسیار تندی
در باختر امروز نوشت و خیلی بدگویی کرد به شاه. و در بهارستان هم نطقی کرد، یکی او بود یکی هم دکتر شایگان که در نطق هم او یه مقدار باز افراط کرد و جمله معروفی گفت که متایی که نمیدونن به لندن میبایست بره به بغداد رفت و این مار خوشخط و خال و خیلی حرفایی زد که خیلی هیجانی بهش دست داده بود. آدم رادیکالی بود همطور که چپ بود به معنی هم نه چپ نبود اتفاقا، نه فاطمی خاصیت چیز پیشینه چپی نداشت. بعد از این که میدونید روزنامه باختر امروز رو درست کرد و اینها خیلی نزدیک شد با مصدق و خیلی اعتماد مصدق رو جلب کرد. بعضی ها خیلی بهش بدبین بودند از اطرافیان مصدق، ولی او خودش رو تونست یعنی کسب اعتبار از خودش بکنه. حتی زمانی که مخفی بود دشمنی با او خیلی زیاد بود، ولی خود مصدق و تعریفی که مصدق از او کرد و اصلا اعتبار ملی شدن و نفت رو ناشی از او دونست و اینها کمک به اعاده حیثیت از او کرد. ولی اون اوائل خیلی رنجش داشتن یه عده که چرا این افراط ها رو کرد و مردم رو هیجان زده کرد و احساسات رو تحریک کرد و اینها. به هر حال علت اصلی این که فاطمی رو اعلام کردن همون من فکر میکنم اون تندروی هایی بود که در عنوان مدیر باختر امروز در سر مقاله های باختر امروز و اون چند روز کرد که خیلی مقاله های تندی هست. تشکر. خواهش کنم. یک سوال داشتم که شما اشاره نکردید اصلا اینجا که بالاخره دکتر مصدق نسبت به آمریکایی‌ها خیال واهی داشت یا نداشت، یعنی این جنبش کارگری در اون زمان با در اومدن از جهر یک موضع جدی ضد آمریکایی گرفت. منظورتون چیه جنبش کارگری؟ یعنی جنبش کمونیستی در اون زمان و تزهای اصلی جنبش کمونیستی در اون زمان این بود که آمریکا جای انگلیس رو گرفته و جهانخوار آینده خواهد. توی ایران هم همینطور، یعنی دکتر از یعنی حزب توده یک موزه ای داشت که آمریکا داره جای انگلیس رو در ایران میگیره. نه اکثر شعارهای ضد استعماری هم ضد آمریکا در ایران. ولی از شما سوال هم اینه که آیا مصدق نسبت به این پدیده جدیدی که داره به وجود میاد در سطح جهانی آگاهی اصلا داشت، یعنی میدونید اصلا آگاهی داشت که آمریکایی ها ممکنه کودتا کنن علیه مصدق؟ جایی تو جلسات شون این مسئله رو مطرح کردن؟ سندی هست این نشون بده که آگاهی داشت؟ مصدق یک سیاستمدار واقع‌گرای سنتی بود، یعنی از خیلی جهات ریشه در فرهنگ سنتی ایران داشت. از یک طرف هم خب تحصیلاتی در غرب کرده بود و یک درکی هم از مسائل دنیای مدرن داشت و ولی دنیا رو از دید مقولات و مفاهیم کمونیستی نگاه نمی‌کرد. در اون زمان کسی واقعا از رجال سنتی و اصلا از به طور سیاست متعارف غیر از چپ به اصطلاح توده‌ای کس دیگری اونجوری به امریکا نگاه نمی‌کرد. امریکا رو کشوری می‌دونستن که سابقه امپریالیسم در ایران نداره و میتونه یک نیروی حائلی باشه، میتونه امپریالیسم انگلیس رو خونسا بکنه، میتونه نقش موثری ایفا بکنه و امید اینها این بود که بتونند امریکا رو تحت تأثیر قرار بدن، وامی از امریکا بگیرن. مهمترین تلاششون این بود که سعی بکنن مانع از این بشن که امریکا و انگلیس در یک جبهه مشترکی قرار بگیرن. عاقبت هم موفق نشدن که این کار بکنن، به خاطر اینکه انگلیسی ها موفق شدن این کار بکنن. میدونید چرچیل وقتی که موفق شد نظر ترومن رو جلب بکنه در یک جایی می‌نویسه که ما برای اولین بار موفق شدیم که دو تا کشور بزرگ صنعتی علیه کشور معمولی جهان سومی متحد بشند و این سرآغاز خوشی خواهد بود برای آینده. در
در اون زمان مصدقی ها واقعا سعیشون بود که از این تصوری که لااقل امریکا میخواست به دنبال منشور اتلانتیک و دیگر داستان های اون زمان از خودش در جهان القا بکنه که کشوری هست که با استعمار مخالف است و با استعمار کهن مخالف است و اینها میخواستن از این به اصطلاح کسب مدرک از اینها بکنن که واقعا اگه شما مخالف هستید پس بفرمایید ما یک اقدام ضد استعماری کردیم بیایید از ما حمایت بکنید. و یکی از سفیرای میدونید سفیر اول امریکا هنری گریدی خیلی سمپاتی داشت نسبت به ایران. بعد از اینکه او رفت لوی هندرسون به هیچ وجه اینطور نبود، یه آدمی بود که به طور سنتی به جنگ سرد معتقد بود، اصلا در بند اون ارزش هایی که لااقل انگلیسی امریکایی ها سعی میکردن که ادعاش رو بکنن اصلا نبود. اینه که مصدق سعی میکرد که مثل یه سیاست مدار منافع ایران رو پیش ببره و اگر این منافع اقتضا میکرد که با امریکا روابط دوستانه برقرار بکنه هیچ مسئله ای نبود. از این رو یه سوالی که من داشتم اینه که میخوام ببینم به نظر شما در زمان حکومت دکتر مصدق و اون شرایطی که نمزدش کردیم به صحبتتون یه سری محدودیت‌های زمان دکتر مصدق وجود داشته محدودیت‌های خوب وجود داشته بله محدودیت‌های نسبت خارج از کشور داخل کشور و شرایطی دوران میخوام ببینم که به نظرتون حالا هدف دکتر مصدق عالی بوده، آرمان‌هایشون عالی بوده، ولی این راههایی که خودشون رفتن فکر نمی‌کنی یه مقداری سقوط حکومتشون تحصیل خودشون هم بوده؟ در واقع من اونجوری که خب حالا منظورتون چه راهاییست؟ یعنی خیلی سریع پیش رفتن. سریع؟ آره، یعنی یه جوری خیلی راحت و سفارت انگلیس رو در واقع انگلیس باید بره بیرون و بعد مثلا برن مصر صحبت کنن، سخنرانی کنن تو آمریکا با اون صحبت که کرده. من فکر کنم خیلی سریع با یعنی تندروی کرده. یعنی یه حدی رسوندن که خودشون رو با همه بد کردن. بعد اون طرف خب آزادی باز سیاسی هم بوده. توی زندان ها رو کسی را اصلا نه شکنجه میکردن، نه اعدام میکردن. اونجور خب تو کتاب ها خوندن. خیلی ها راضی هم بودن اون زمان برن زندان چون اصلا هیچ مشکلی نداره زنداناشون. یا موقعی که کودتا میشه دستور میدن به سربازاشون که به هیچ کس تیراندازی نکنن. خب با این هدف با این اخلاقی که خودشون داشتن بعد آرمان خواهی که داشتن خب خیلی هدف عالی داشتن. فکر نمی‌کنی یه مقدار باید صبر میکردن، یه مقدار آروم‌تر مسیر رو طی میکردن؟ خب این یه دیدگاهی هست. حالا یه دید دیگری هم میدونید مصدق رو ملامت میکنن که خیلی آسونگیری کرد، تندروی نکرد. اگر به موقع امثال این رشیدیان ها نمیدونم حجازی، شعبان بیمه و خیلی از این آدم هایی رو که شلوغ میکردن و مراسم رو به هم میزدن و در خیابون ها زد و خورد میکردن، خیلی از این آدم ها دستگیر کرده بودن، محاکمه کرده بودن. اینها قضیه اینطور نمیشد. میدونید وقتی که افشارتوس رو کشتند، کسانی که متهم به کشتن افشارتوس شدند یا دخالت در اون، یکیشون بهایی بود که من تردید ندارم در این ماجرا دخالت داشت. بعد بهایی به جای اینکه بیاد اصلا عذرخواهی بکنه و اینها، چنان علمشنگه اینها را انداختن و مدعی شکنجه شدن و که ما رو شکنجه کردن و فلان کردن و بهمان کردن و که حتی اصلا باور کردنی نیست. من با دکتر صدیقی سالها پیش راجع به این موضوع گفتگو کردم. دکتر صدیقی به من که خیلی آدم راستگویی بود گفتش که چندین مرتبه وقتی وزیر کشور بود دکتر مصدق رو احضار کرد و آقای دکتر صدیقی شما به من باید قول شرف بدی راست و حقیقت رو بگو، نکنه که کسی از اینها رو یه وقت شکنجه کرده باشن، اگه کرده باشن تمام این کارهایی که ما کردیم ارزشش از من خواهد رفت. و گفته بود آقا شما مطمئن باشید که هیچ کدوم اینها رو ما شکنجه نکردیم، در حالی که اینها اومدن در روزنامه ها و مجلس اینها ما رو شکنجه کردن، در حالی که رفتاری که با افشارتوس کرده بودند و میدونیم جورابی در دهنش فرو کرده بودن، خفه کرده بودن، شکارها با او کرده بودن وقتی که بدنش
پیدا شده اینها اصلا شگفت انگیزه. با معیارهای امروزی و ماجرای عراق و اینها هیچ نیست، ولی در اون زمان در جامعه ایران خیلی هم تکون دهنده بود. با وجود این حال نکردن، میدونید شکن افراد کردن نکردن، این حالی که اینها بستگی دارادم از چه زاویه نگاه میکنه. من خودم معتقد هستم که واقعا مصدق در مواردی راستش باید گفت که در سختگیری به کسانی که کمر به از میان مردن و حکومت بسته بودن یه مقدار سهلنگاری کرد، و این سهلنگاری هم ناشی از دلبستگیش به موازین قانونی بود. یک دوم اینکه تشکیلات و امکانات کارآمد حقوقی هم در کار نبود. دستگاه دادگستری امروز کسی رو میگرفت تا میومدن محاکمش بکنن 50 نفر رفته بودن سند وثیقه گذاشته بودن و اعمال نفوذ کرده بودن و قاضی رو دیده بودن، دادستان رو دیده بودن، بلافاصله رو آزاد کرد. می‌بینید خیلی قضیه پیچیده است. در مورد خارجی هم نه، تندرویشون نکرد. ایشون وقتی که از شورای امنیت برمیگشت در مصر توقفی کرد. نخست وزیر مصر نهاس پاشا از ایشون استقبال کرد، صحبت مختصری کرد در مورد شباهت‌های مبارزات ایران با انگلیس. هیچ می‌دونید در هیچ موردی مصدق میدونی شعار مثلا مرگ بر انگلیس و فلان و بهمان و از این حرفا را اصلا در اون زمان ما نمیبینیم. میدونی زمانی که هدف مصدقی ها اول این بود که کارمندان شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران بمونند، تشویقشون میکرد آقا نفت ملی شده شما بمونید، این تأسیسات رو برای ایران راه بندازید، بیرونشون نکردن. بعد خودشون حاضر نشدن، هرچه گفتم بمونید حاضر نشدن. وقتی رفتن حتی به بعضی هاشون هر کدام یه قالیچه هم به عنوان یادگاری کادو دادن. میدونید کار افراطی خلاف روانی نکرده، اصلا تیپ و کاراکتر این آدم ها اینطور نبود یا خشونتی بکنن. میدونید ما در هیچ مورد سراغ نداریم که مصدق بیاد مردم متوسل بشه آقا دولت من داره از بین میره بریزی توی خیابون ها شلوغ بکنه. هیچ در این مورد ما چی نمونه ای سراغ میتونیم بگیریم، نه در امور داخلی نه در امور بین المللی. نطقه ایشون در سازمان ملل یکی از مستدلترین نطقه‌هایی هست که ما در تاریخ سازمان ملل میبینیم در دفاع از اصل حاکمیت کشوری که هنوز هم خیلی مطرحه. متشکرم. من مسئولان این ساختمون رو من دو بار اشاره کردم، ما باید اینجا رو ترک کنیم، الان 20 دقیقه هم اضافه موندیم. سه تا سوال هست، متاسفانه فرصت نیست. شاید میرسیم در تهران به خصوص، در بعضی مناطق مرحله تهران زن ها روبنده که میپوشیدن دیگه باشه باشین زن روبنده نازکتر شده بود، بعد زن ها حتی به اون روبند گرگاهی میمدن بیرون یه گشتی میزدن برمیگشن خونه اینا، و فعالیت زن ها اون دوره نه تنها زن های فمینیست بلکه زن هایی که حتی کمونیست